ما هفته پیش بحثمون رو یه جورایی با کتاب شروع کردیم. البته بیشتر بحثی که من هفته پیش به واسطه کتاب مقدمه بر جامعه شناسی در خدمتون بودم بحث مقدماتی بود. احساس میکردم که ضرورت اقتضا میکنه قبل از اینکه وارد کتاب بشیم یه مقداری حول و حوش خود رشته جامعه شناسی، وضعیتش، پرابلماتیکاش بچرخیم و من یه سری مقدمات به شما بگم که بتونه حکم یه جور تمهید رو برای ورود به جهان کتاب و درگیری با مسائلی که کتاب آدورنو پیش میگذاره باشه. فرصت کوتاهی دست داد که وارد خود کتابم بشیم و من یکی دو تا از مسائلی که در همون درس گفتار اول آدورنو مطرح میکنه رو با شما مطرح کنم. حالا یه مرور کوتاهی برش خواهیم کرد بر اون مسائلی که آدورنو در همون درس گفتار اول پیش کشیده بود، چون همچنان برای ادامه بحث ما مهمه. ولی قبل از اون من مایلم که یکی دو تا کتاب معرفی بکنم، کتابهایی که نه مستقیم اما غیر مستقیم به بحث این جلسات ما، یعنی جلسات شنبه و بحث کردن حول و حوش مفهوم جامعه شناسی ربط داره و کمک میکنه به در واقع بحثایی که ما داریم در این جلسات دنبال میکنیم. حالا فارغ از این هم، فارغ از ربط عرضم به حضور شما مستقیمش یا غیر مستقیمش به جامعه شناسی آدورنو، به خودی خود همین کتاب ها مهم هم و باید عرضم به حضور شما به نظر این ارزش خونده شدن و بحث کردن رو عرضم به حضور شما که دارن. اول این کتاب یک کتابیست از این بابا یورگن هابرماس به نام، یعنی ترجمه شده به نام شناخت و علاقه های انسانی، Knowledge and Human Interests. خب این کتاب رو هابرماس سال 1968 منتشر کرد عرضم به حضور شما، جز کارهای اولیه آقای یورگن هابرماس و خب مدت ها بود که منتظر ترجمهش به فارسی بودیم. این کتاب از چند جنبه بسیار بسیار مهمه. من فقط به یه جنبهش اشاره میکنم که یه جورایی تم محوری خود کتابم هست و در طول این کلاس حتی فکر میکنم امروز و در جلسات آتی امید میبرم که بتونم به شما مناسبت کتاب هابرماس رو و بحثایی که آدورنو در اینجا مطرح کرده رو، یه کم و بیش هم همزمان هستن دیگه، درس گفته آدورنو 68 کتاب هم 68 اومده بیرون و به یک اعتباری این بحثای هابرماس و آدورنو به هم ربط دارن و من سعی خواهم کرد که ربط اینها رو نشون بدم. ولی اون چیزی که میخواستم فقط از تماتیک کتاب هابرماس به شما بگم و علاقه شما رو جلب بکنم که این کتاب رو برید سراغش و بخونید یا حداقل تورقی بهش بیاندازید، از این نیست که هابرماس کار مهمی میکنه در این کتاب که بسیار به درد ما میخوره و به نظرم بسیار راهگشاست و آموزنده است. میشه از عنوان خود کتاب هم حد زد، نالج از یه طرف و هیومن اینترست، interests منافع یا علایق انسانی، بهتر به علاقه ترجمهش کنیم، در سمت دیگه. خب هابرماس میخواد یه جورایی بین این دوتا در واقع وجه ارتباط برقرار کنه، یعنی میخواد نالج رو، شناخت رو، دانش رو، معرفت رو، هرچی رو شما ترجمه میکنید و مترجم ما گذاشته شناخت، ربط بده به human interest ها، علاقه های انسانی. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که نالج شاید برخلاف تصور ساده انگارانی که هر یک از ما داشته باشیم، به واسه رانش، اون درایوش، اون چیزی که دانش رو به پیش هدایت میکنه، اصلا دانش رو عرضم به حضور شما پیش میبره. صرف مثلا فرض بکنید که آنچنان که شاید یونانی ها میاندیشیدند، به واسطه به نفس دوستدار دانش بودن نیست، یا به واسطه این نیست که ما شیفته معرفتیم و دوست داریم که از چیزها رو بشناسیم، یا نالج به واسطه عشق مثلا به حقیقت نیستش که حرکت میکنه و به پیش میره. یه رانه های دیگری داره، یک درایو، به معنی درایو دیگه، یه چیزی که هدایتش میکنه، پیشش میبره، اصلا خود دانشو ممکن میکنه، دانشو به جریان میاندازه. حالا ما صحبت بگه این اینترست ها هستن، این علایق، و حالا اینجا حتی منفعت هم میشود ترجمهش کرد،
علایق و منافع هستند که عرضم به حضور شما پیش میبرند دانش ها رو. حالا هابرماس در این کتاب بین سه علاقه، بین سه اینترست و متناسب با اونها، بین سه نالج تمایز میگذاره. من وارد بحث های کتاب و جزئیاتش نمیتونم بشم و نمیخوام بشم در اینجا، فقط در همین اندازه میخوام به شما بگم که با هابرماس، با دست کم اگر با هابرماس همراه باشیم، از یک جور دانش های سگانه ای سر در میاریم که متناسبن با علایق سگانه پیشبرنده دانش. به زبان کانتی اگر بگوییم، اینترست ها در واقع شرط استعلاییه، یعنی شرط امکان دانشن. این اینترست ها هستند که خود دانش رو ممکن میکنن. حالا خیلی ساده اگر بخوام بگم، علاقه نوع اول به زمین بابا علاقه به کنترل، علاقه به دستکاری ابژه است، طبیعته، جایی که شما در واقع اینترست راهبر دانش اینترستی است که در واقع میخواد ابژه دانش رو، ابژه شناخت رو مهار بکنه، کنترلش بکنه، به هنجارسازیش بکنه، به نفع خودش به خدمت بگیره و چیزهای شبیه این. علاقه به کنترل به ضرب هابرماس به دانش‌های فنی راه می‌برد، در واقع دانش‌های فنی و دانش‌های کنترلی که دانش‌هایی هستند که در واقع ابژه شناخت رو قراره که به زیر سیطره کنترل، نظارت، هر چیز شبیه این سوژه دانش در بیارن. برابر این در اینجا شما با دانش های مواجه میشید، بعدا حالا در بحث ما هم خواهیم دید، فقط شامل مثلا دانش های فنی و مهندسی و اینجور چیزا نمیشه، حتی میتوان در خود جامعه شناسی نشان داد شاخه ای از اون رو که در واقع دانش جامعه شناسان رو میخواد به خدمت کنترل، نه به خدمت به هنجارسازی در بیاره، که حالا سرش مفصل ما در این جلسه و جلسات بعد بحث خواهیم کرد. نوع دوم علاقه، برخلاف علاقه به کنترل و نظارت و دستکاری، منیپولیت کردن ابژه، علاقه به فهم، understanding. در اینجا دانش‌های هرمنوتیکی به معنای بسیار وسیع کلمه به زعم هابرماس شکل می‌گیرن. اهم علوم انسانی ها اینجا هستن. در واقع در اینجا علاقه راهبر دانش علاقه به understanding، علاقه به فهم ارزم به حضور شما ابژه است، موضوعه، حالا این موضوع هر چی که میخواد ارزم به حضور شما باشه. علاقه به فهم برخلاف علاقه به کنترل، نشیفته سیطره یافتن و سلطه پیدا کردن بر ابژه، بلکه ارزم به حضور شما که در پی فهم ابژه است، موضوعه، حالا میخواد دیگری باشه، میخواد یک متن باشه، میخواد یک قوم باشه، میخواد یک قبیله باشه، میخواد یک اقلیت باشه، هر چیز شبیه این. دانش های هرمنوتیکی به این معنای وسیع کلمه در واقع به واسطه علاقه به فهم هدایت میشن و عرضم به حضور شما که پیش میرن. دانش های سوم متناسبند با علاقه به، هابرماس اسمشو میذاره رهایی، ایمانسیپیشن. در اینجاست که دانش نه قراره در خدمت کنترل ابژه باشه، سیطره یافتن و سلطه یافتن بر ابژه باشه، نه به صرف فهمیدن، به تعبیری میتوان گفتش که بی‌طرفانه ابژه است، بلکه از اساس علاقه به رهایی، یعنی دانش در خدمت رهایی. بنابراین اینجا میتونید حدس بزنید که مسئله دانش، حالا آبرماس اسم اینها رو میذاره دانش های انتقادی، کریتیکال نالج ها، در واقع در خدمت علاقه به رهایی هن، و این در صورتی اساسا ممکنه که مسئله ما خود مفهوم سلطه باشه. یعنی مسئله ما سلطه است، مسئله ما تبعیضه، مسئله ما نابرابری هاست، مسئله ما انواع و اقسام ستم های اجتماعیه که عرضم به حضور شما وجود داره در سطوح مختلف. حالا دانش هایی قرار از راه برسن، دانش هایی قرار وجود داشته باشن که در خدمت رهایی از سلطه
از نابرابری ها، از تبعیض ها و غیره و غیره عمل بکنن. این دانش های انتقادی که علاقه به رهایی آنها را راهبری میکنه، دسته سوم شناخت های ارزم به حضور شما که هابرماسی هن. حالا خود هابرماس روانکاوی رو مثال میزنه، شاخه های از مارکسیزم رو ارزم به حضور شما مثال میزنه و حالا ما در زمانه خودمون انواع دیگری از دانش ها یا شاخه های مشخصی از دانش رو به ویژه در علوم اجتماعی و علوم انسانی میتونیم نام ببریم که یه جورایی در خدمت به ایمنسیپیشن عمل میکنن و به این معنا یه جور سوشال کریتیک هن، یه جور نقد اجتماعی معطوف به رهایی هن. حالا من خیلی 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 فشرده و طبعا نارسا و نابسنده خدمتتون پرابلماتیک محوری کتاب هابرماس رو توضیح دادم تا هم بعدها با این مفاهیم هابرماسی ما کار خواهیم داشت در همین کلاس. این هدف اصلیم بود از معرفی این کتاب و طبعا خود کتاب مستقلن، چنان که گفتم حالا چه شما این کلاس دنبال کنید چه نکنید چه هر چیزی، خود این کتاب مستقلن هم ارزش خواندن و فکر کردن داره. این رو ناصرالدین علی تقویان، اگر درست تلفظ کرده باشم، ترجمه کرده و مؤسسه متحد فرهنگی اجتماعی ناشر این کتاب هست. یه کتاب دیگه معرفی کنم و بریم سراغ خود بحثمون، چون بازم مربوط میشه به موضوعاتی که من میخوام در این جلسات با شما مطرح بکنم. اسمش هست جامعه شناسی مردم مدار، Public Sociology، که حالا Public Sociology رو ترجمه کرده مترجم ما آقای بهرنگ صدیقی و دوستانشون به جامعه شناسی مردم مدار، که حالا من بعداً توضیح خواهم داد که پابلیک سوسیولوژی در مقابل جامعه شناسی مردم مدار چه جور جامعه شناسی است و در برابر یا به موازات چه انواع دیگری از جامعه شناسی عرضم به حضور شما که صورت بندی میشه. اهمیت این کتاب رو من در ادامه به شما توضیح خواهم داد، چون بخشی از مباحث این کتاب رو و به ویژه مقاله اولش رو که مهمترین مقاله کتابم هست، آقای عرضم به حضور شما که چیز نوشته، مایکل براووی، شاید شنیده باشید اسم شما که براووی جامعه شناس همچین گردن کلفت آمریکاییه، چند سال پیشم رئیس انجمن جهانی جامعه شناسی بود، ایران هم اومد و اتفاقا همین مقالهش رو که در این کتاب هست در ایران اگر اشتباه نکنم برای بار اول در انجمن جامعه شناسی ایران خوندش و عرضه کرد و بعد خب مقاله بسیار تعیین کننده و مهم میشد که عرضم به حضور شما من چندین بار در این دوره به این مقاله براووی که جامعه شناسی مردم مدار رو توضیح میده، پابلیک سوسیولوژی رو و از سه مدل دیگر جامعه شناسی، جامعه شناسی حرفه‌ای، جامعه شناسی سیاست‌گذار و جامعه شناسی انتقادی سعی میکنه که این قسم جامعه شناسی، یعنی جامعه شناسی مردم مدار رو متمایز بکنه، بارها بهش باز خواهم گشت و بهش ارجاع خواهم داد. حالا در طول همین جلسه و هم جلسات آتی بیشتر به اهمیت این کتاب عرضم به حضور شما که پی خواهیم برد و من بیشتر توضیح خواهم داد. مجموع مقالاته ولی مهمتر مقالهش همین مقاله براوویه، آقای بهرنگ صدیقی و دوستانش ترجمه کردن و نشر نی این رو منتشر کرده. یه جلد دومی هم داره که باز ادامه همین بحث هاست ولی بیشتر متمایل به اینه که جامعه شناسی مردم مدار رو در عمل بحث بکنه، که یعنی واقعا جامعه شناسی مردم مدار در میدان اجرا چگونه عملی شد، دست به چه کارهایی زد، چه اهمیتی داره به عنوان یک در واقع برنامه پژوهشی و در این حال یک برنامه عملی جدید در حوزه در میدان جامعه شناسی، که حالا جلد دومش اگر مایل بودید که من البته پیشنهاد میکنم و امیدوارم مایل باشید میتونید که در ادامه جلد یک بهش نگاهی بیاندازید. اجازه بدید همینجا فعلا معرفی کتاب رو بس بکنیم و بریم سراغ خود تدی. آدورنو رو رفقاش تدی صدا می‌کردن دیگه، مثلا مارکوس و پارکوس و این یارو هورکایمر و اینها تدی می‌گفتنش، ما هم هر کجا اختصار کرد برای ساده شدن بحث از تدی یاد خواهیم کرد. خب دوستمون در همون درس گفتار اول 1968، چون که اگر بحث های هفته پیش ما رو دنبال کرده باشید حتما به خاطر دارید، مستقیم میپره سراغ و میره سراغ یک موضوع خیلی چیز، یک دغدغه در واقع خیلی ملموس.
گفتم هفته پیش دیگه سالن چیز شلوغه، سالن دستگفتار آدورنو، کلی آدم اومدن سال 1968 در اوج شلوغی های جنبش دانشجویی و فلان اینها و نشستن سر کلاس آدورنو و به یک معنای آدورنو میگه خب بذارید بحث از همینجا شروع بکنم، خیلی خوش اومدید به جامعه شناسی، هم خبر بدی براتون دارم و این خبر بد میدونید که هنوزم ادامه داره و حتی بدتر هم شده و اون این که جامعه شناسی خبری نیست. اگر که با جامعه شناسی دنبال کار و شغل و اینو هستید که خب حتما همتون یا بیشترتون هستید و به واقع هم نمیشود گفت امروز روز هم یک آدم شیفته و شیدای مثلا رشته جامعه شناسی اگر فرض کنیم که همچین آدم هایی هنوز وجود دارن که خوشبختانه ظاهرن وجود دارن در ایران، خودمون هم خیلی زیادن، حتی این تیپ آدم ها هم نمیتونن هر چقدر هم که واله و شیدای جامعه شناسی باشن نمیتونن ذهن خودشون رو به تمامی از این پرسش ساده و در این حال خیلی نفسگیر خلاص بکنن که خیلی خب بعد از فارغ التحصیل شدن با جامعه شناسی چیکار میتونیم بکنیم؟ و جامعه شناسی خواندن ما رو در نظام تقسیم کار اجتماعی به ما یه جایگاهی میده، شغلی، کاری، خدمتی، چه میدونم هر چیز شبیه این، یا در نهایت باید بذاریم در کوزه و آبش رو بخوریم مدرک جامعه شناختی رو. به هر حال اینا دغدغه‌ای است که من میدونم هممون داریم و میگم هر چقدر هم که جامعه شناسی برامون کریتیکال باشه یا رشته انقلابی باشه، صرفا دنبال آگاهی باشیم یا هر چیزی شبیه به این، به هر حال 4 سال 5 سال درس خوندن، حالا فقط لیسانس، حالا تحصیل تکمیلی بمانه، به هر حال با این سوال ما مواجه خواهیم بود. من مواجه بودم و میدونم همه دوستان من مواجه بودن و نمیشه این رو به هیچ اسمی و هیچ ترفندی ازش شونه خالی کرد. به هر حال هابرماس با این قضیه شروع میکنه که جامعه شناسی از حیث کمی بسیار متورم شده، یعنی ما از یه طرفی با تورم رشته جامعه شناسی سر کار داریم و از یه طرف دیگه با قلت فرصت‌های شغلی در جامعه شناسی مواجهیم و این عدم توازن یک جای جامعه شناسی رو میشکونه، یک جای اصلا مشروعیت جامعه شناسی رو زیر سوال میبره و مثلا همین الانش باعث خیلی وقتا دافعه میشه. جامعه شناسی نخونید چون جامعه شناسی آینده نداره، جامعه شناسی نخونید چون جامعه شناسی با شغل پیدا نخواهید کرد. عرضم به حضور شما به این اعتبار جامعه شناسی همیشه مثلا اگه خیلی خوش شانس باشیم مثلا تبدیل میشه به موضوع مطالعاتی. رشته خودتو بخون، مثلا همین فنی تو بخون، پزشکی تو بخون، مهندسی تو بخون، اقتصاد تو بخون، فلان و بهمان، حالا در کنارش اگه علاقه داری مثلا چهار تا کتاب جامعه شناسی هم بخونی، مثلا توصیه هایی که یادم مثلا من هم بارها با آدم های مختلف کردم، یا بخون مثلا در تحصیلات تکمیلی اگر که بخت با تو یار بود مثلا تو ارشد یا تو دکترا مثلا برو سراغ رشته جامعه شناسی. به هر حال هابرماس بحثش رو از اینجا شروع میکنه و به طرز عجیب، نه عجیب البته نیست، ولی به طرز خیلی تاریخ مندانه ای بحثی که میکنه در قبال جامعه ما میدونید که صدق میکنه و ما هم در تقریبا البته همه رشته های دانشگاهی این بدبختی فقط این سردرگمی که دامان جامعه شناسی رو گرفته فقط دامان جامعه شناسی رو که نگرفته، این تقریبا مبتلا به همه رشته های دانشگاهی است، چه در حوزه علوم انسانی و چه در حوزه علوم حالا طبیعی، ریاضی، فنی، مهندسی، حتی پزشکی و رشته های از این دست. به هر حال بس از اینجا شروع میشه و بعدا خواهیم دید که اهمیت شروع بحث هابرماس از چه حیثه. همین الان فقط در یک کلام میتونیم بگیم که در واقع هابرماس بحثش رو به این دلیل از اینجا شروع میکنه که یه تصویر واقع‌گرایانه ای از آدم ها در واقع از فضایی که این دانشجویان وارد شدن بهشون داده باشه و این به نظر من الان هم شرط هر شکلی صداقت فکریه که بسه که من خودم وقتی وارد گفتگو میشم با دوستان مختلف اولین چیزی که بهشون سعی میکنم بگم که یه مقدار زمین بازی براشون شفافتر و روشنتر باشه اینه که ببینین به یه معنی اینجا خبری نیست و باید حواست باشه که یه حدی از، حالا بعدا بیشتر صحبت میکنم، یه حدی از پاکباختگی رو میخواد، یک حدی از عرضم به حضور شما ریسک پذیری رو میخواد جامعه شناسی خوندن. ریسک این که تو بعد از فارغ التحصیلی جایگاه عینی مشخص تثبیت شده این نداشته باشی و احتمالا به خیلی بی ثبات کارانی بپیوندی که یه درس خوندن ولی الان با اون رشته، با اون مدرک، با اون
در واقع تجربه دوران دانشگاه خودشون کار زیادی نمیتونن بکنن، شاید بهترین بختی که ممکنه باشون همراه باشه که همچنان ادامه بدن، برن ارشد بخونن، ارشد خوندن برن دکترا رو بخونن و بعد امیدوار باشن که بعد از مثلا طی تمام درجات و تحصیلات تکمیلی در رشته جامعه شناسی اگر خیلی بخت باشون یار باشه، که خب میدونیم این روزا به دلایل بسیار ساختاری و بسیار سیاسی بخت با کسی یار نیست، بتونن حالا تو خود دانشگاه یا تو مؤسسه پژوهشی یا تو این اداره یا تو اون مثلا سازمان استخدام بشن، اون مشاور، اون کارشناس، اون استاد دانشگاه، اون پژوهشگر آزاد یا چیزای شبیه این که حالا هفته پیشم مفصل راجعش صحبت کردم دیگه، بیشتر از این اطاله کلام. خب در همین اندازه رو فعلا داشته باشیم، یعنی نقطه آغاز بحث ما با جامعه شناسی یه سردرگمی ساختاریه، اتفاقا باید از اینجا آغاز کرد. اما خب دوستانی که رشتهشون جامعه شناسی نیست این داستانا رو ندارن، یعنی خیلی از احتمالا مخاطبانی که الان اونور دوربین من نشستن و دارن بحث دنبال میکنه چون دانشجوی جامعه شناسی نیستن، چیز دیگه خوندن یا چیز دیگه دارن میخونن یا یه شغل مشخصی دارن، جامعه شناسی جزئی از علایق دوم یا سومشونه. خب اونها طبعا شامل حال این قصه ای که آدورنو تعریف میکنه و منم روی قصهش بازی قصه دیگه تعریف کردم طبعا نمیشن و از این حیث بحث ما خیلی پیچ و تاب نداره، ولی این بحث ها به هر حال در حدی ناگزیر بودم که باز بهش اشاره بکنم. حالا از اینجا به بعد میتونیم یه ذره بیایم جلوتر، مثلا در صفحه 15 بعد از اینکه آدورنو بحثاشو مطرح میکنه و یه سری عدد رقم میده و وضعیت کاری جامعه شناسی رو ترسیم میکنه، یه جورایی میره سراغ عرضم به حضور شما اصل بحثش. ببینید کل درس گفتار آدورنو، تمام درس 17 درس گفتارش که در این کتاب جمع شده، مدام آدورنو میخواد توجه شما رو به تنش‌ها جلب کنه، به تناقض‌هایی که توی خود رشته جامعه شناسی هست، نه برای اینکه شما رو بترسونه، نه برای اینکه بگیم اوه جامعه شناسی چه رشته مثلا متناقضیه یا چه رشته آشفته‌ای یا چه رشته ناهمگنیه و به این معنی ازش فراری بشید، نه اتفاقا به واسطه همون اشاره اولش هم که من هم به سهم خودم بهش اشاره کردم میخواد بگه که هر شکلی از جامعه شناسی خوندن میباید با چشمهای گشوده باشه و باید حواستون باشه که وارد چه زمینی دارید میشید و تا چه پایه این زمین اتفاقا زیر پاش سسته و تا چه پایه این تنش ها و درگیری ها رو نمیشه ازش شونه خالی کرد اگر بخواید پیگیرانه و با جدیت وارد حوزه ارزم به حضور شما که جامعه شناسی بشید. موضوعی که مثلا در صفحه 16 بعد از این بحثی که مطرح کرد مطرح میکنه رو میتونیم اسمشو بذاریم یک جور ارزم به حضور شما آگاهی جامعه شناختی. یعنی چی؟ حالا من فرازشو میخونم بعد بیشتر بحث میکنیم، ولی برای اینکه یه ذره گرم بشید برای ورود به بحث، آدورنو در ادامه داره از خودش میپرسه آگاهی جامعه شناختی چه جور آگاهیه، یا به تعبیر بهتر این آگاهی از من و شما در مقام سوژه هایی که به واسطه درگیر بودن با جامعه شناسی داریم نرم نرمک واجد این آگاهی میشیم چه جور آدم هایی میسازیم. باز هم ساده تر این که جامعه شناسی با ما چیکار میکنه. پس بعدیش بعد از اون قصه پر از آب چشمی که از بحران های جامعه شناسی در مقام یک حرفه ازش حرف زده بود، برمیگرده به تنشی که توی خود آگاهی جامعه شناسانه هست و اینکه این آگاهی جامعه شناسی چجوری ممکنه شما رو تبدیل کنه به، اجازه میخوام که از این تعبیر استفاده کنم، تعبیر ذره دم دستیه، بعدا دقیق تر سرش بحث خواهیم کرد، و اینکه چجوری شما تبدیل میکنه به یه جور آدم ناراحت، یعنی تبدیلتون میکنه به آدم هایی که دیگه از موضع و موقعیت عینی خودشون در جامعه راضی نیست، یا دست کم اینه که یه رویکرد انتقادی یا احتمالاً بذارید بگوییم انتقادی، چون خیلی وقتا میدونیم دیگه میشود جامعه شناسی خواند و در ککش هم نگزه و همچنان یک بچه خوب باقی بمونه و اصلا با خودش، با جایگاه عینی خودش، با جامعهش، با مناسباتی که بر جامعه حاکمه، با نظم مستقر، با و با هزار یک داستان دیگه به هیچ دعوا و درگیری و مشکلی هم نخوره، کما اینکه اغلب ما جامعه شناسی خونده ها نخوردیم و خیلی آدم های اوکی هستیم همچنان. ولی به هر صورت آدورنو بحثش رو با این شروع میکنه و بازم باید حواستون باشه کانتکست بحث 68 جامعه به شدت ملتهبه، همه دنبال دانش های انتقادی میگردن، مثلا این تصور پیش اومده که جامعه شناسی اون دانشیه که عرضم به حضور شما نقد اجتماعی رو میتونه تا انتقا پیش ببره، و تصوری که کما بیش اون سالها
حاکم بود و آدورنو هم از یه حیث باش همراهه و تاییدش میکنه، هم از یه حیثی میخواد بگه خوش خیلی هم نباید فکر کنیم جامعه شناسی به ماغ و جامعه شناسی مثلا از ما منتقد اجتماعی میسازه. ولی به هر صورت در این فراز تمرکزش میذاره روی که این آگاهی جامعه شناسانه با سوژه های جامعه شناس یا سوژه هایی که با جامعه شناسی سر کار دارن چه میکند، ازشون چی میسازد. و عرضم به حضور شما این آگاهیه چجوری آگاهی مسئله آفرینه. حالا من از شما اجازه میخوام این فراز رو بخونم، بعد وایسیم و بیشتر سرش صحبت بکنیم. دارم صفحه 16 رو میخونم، خط 4. اگر هدف این رشته به دقت بررسی شود گمان میکنم روشن خواهد شد که چیزی کاملا متفاوت با ایده سنتی آموزش در آن وجود دارد. در نهایت این هدف نیاز به فهم معنای جهان است. جامعه شناسی، حالا همجا یه چیز ابتدایی، یک تعریف که نمیشود گفت ولی یک صورتبندی اولیه از جامعه شناسی. جامعه شناسی به مسابقه یه جور تقلای برای فهم معنای جهان اجتماعی که ما داریم توی زندگی میکنیم. در نهایت این هدف، یعنی هدف جامعه شناسی نیاز به فهم معنای جهان است. فهم آنچه جامعه خاص ما را به رغم خاص بودگیش منسجم نگاه می‌دارد، فهم قوانینی که بی‌نام‌ونشان بر ما حاکمند. این خیلی نکته مهمیه. جامعه شناسی ما فهم قوانینی که بر ما حاکمند و ما به مثابه سوژه های اجتماعی بدونی که لزوما خودمون بدونیم چجوری تحت سیطره این قوانین اجتماعی داریم عرضم به حضور شما عمل میکنیم. به این اعتبار شما احتمالاً سریع یاد مفهوم سوشال فکت دورکه میفتید دیگه، نه؟ اون دوره که کتاب قواعد روش جامعه شناسی رو داشتیم در همین اینستاگرام میخوندیم به تفصیل بحث کردیم. ولی حالا به بیان خیلی خلاصه سوشال فکت که به زعم دورکه یه جوری بابای جامعه شناسیه دیگه، یا اصلا یکی از باباهای جامعه شناسیه، اصلا موضوع جامعه شناسی مطالعه سوشال فکت هست، واقعیت اجتماعی. خب واقعیت اجتماعی چیه؟ رفیقمون دورکیم میگفتش که واقعیت اجتماعی دو تا ویژگی عمده داره که جامعه شناسی باید بره سراغ این، سراغ همین واقعیت اجتماعی که این دو تا ویژگی داره. ویژگی اولش چیه؟ اینه که عرضم به حضور شما که مستقل از ماست و بیرون از ماست. یعنی من شما در مقام شهروند، در مقام سوژه، در مقام انسان، در مقام عضو جامعه، هر چیزی که شما میگید بیرون از ما و مستقل از ماست، قبل از ما بوده، بعد از ما خواهد بود و به این معنا ابجکتیو، عینیه. یعنی عینیتی داره که اون عینیتش بیرون از ما مستقره، گرچه ممکنه تا درون ما هم نفوذ بکنه و نفوذ هم میکنه و درون ما درونی میکنه خودشو، درون ما خودشو institutionalized میکنه، نهادینه میکنه خودشو درون ما، ولی به هر صورت مستقل از من و شماست و به این معنی ابجکتیوه. ولی ویژگی بعدیش که ویژگی مهمتر کار ندارم ولی به هر حال در خیلی تعیین کننده است، این ویژگیش اینه که بر ما فورس وارد میکنه، بر ما نیرو وارد میکنه، بر ما زور وارد میکنه. واقعیت اجتماعی عینی ان و فورسفول ان، زور توزانن. زور لزوما معنی چماق نیست، یعنی خودمون میدن که کارهایی بکنیم، از ما کنشهایی سر بزنه، تصمیمهایی بگیریم، حرفهایی بزنیم، کنش هایی از همون ساطع بشه در موقعیت مشخص که عرضم به حضور شما ما در قبالشون به یک معنای بیدفاعیم. یعنی سوشال فکت ها به این معنا نیرو هن، به این معنا زور هن، به این معنا قدرت هن. قدرت هایی که بر ما اعمال می شوند. خانواده میخواد باشه، میخواد دولت باشه، میخواد عرضم به حضور شما اقتصاد باشه، عرضم به حضور شما هر چیز دیگه که فکر، خود دانشگاه، خود مدرسه، اینا همه سوشیال فکت هایی هستن که در واقع دارن کنش ما رو تعیین میکنن، یا اگه یه ذره بخوایم محتاط باشیم کنش ما رو مشروط میکنن. به این اعتبار جامعه شناسی دانشی که میخواد به من و شما یادآوری کنه که برخلاف تصوری که ممکنه گرفتارش باشیم، ما اونقدر آدم های آزادی نیستیم و به این معنا دست کم در شاخه دورکیمی خودش جامعه شناسی به یک اعتباری در واقع کارش واسازی ایده اتونومی در مقام در واقع هسته روشنگریه، روشنگری قرن
هجدهمی بنیادش ایده خدایینی بود دیگه. مثلا کانتو به خاطر بیارید که چجوری میخواست در واقع کل فلسفه کانت، حالا به فلسفه عملی کانت، روی ایده اتونومیه، نه خود آینی یا خود قانون گذاریه، که معنایی نداشت جز اینکه سوژه میباید خودش رو از همه اتوریته های به زبان ترکیمی اگر بخوام بگم، از همه سوشال فکت هایی که دارن تعیینش میکنن، دارن هدایتش میکنن، دارن بهش میگن چیکار بکنه چیکار نکنه، خلاص بکنه از اون چیزی که به زعم کانت اسمش دیگر آینی بود، هترونومی، و رو پای خودش بیسته، عرضم به حضور شما، و به این معنا آزاد باشه و سوژه‌ای که آزاده و خود ایستاست و خود آینه، در واقع همون سوژه‌ای که حالا میتونه در ساحت عقل عملی دست به کنش اخلاقی بزنه، دست به کنش سیاسی بزنه و غیره و غیره و غیره. حالا این ایده روشنگری بود دیگه. شاید ساده ترین صورت بندیش رو شما بتونید در مقاله روشنگری چیست کانت ببینید، که به نظرم حتما حتما بخونیدش، در حتی اینترنت هم این نسخه در دسترس ازش هست به فارسی، ترجمه مقبولی هم داره. خب در اونجا همه بحث کانت اینه که روشنگری یعنی خدایینی، و خدایینی یعنی شجاعت خلاص کردن خود و آزاد شدن از شر همه این اتوریته های بیرونی که من رو هدایت میکنن، من رو در اختیار میگیرن، بر من سلطه اعمال میکنن و غیره و غیره و غیره. حالا فعلا کانتو همین اندازه نگه دارین، جامعه شناسی رو به خاطر بیارین. جامعه شناسی یه چیزی یه جورایی مثلا هولوش 100 سال بعد از کانت سرکلش پیدا شد و گفتش که ذهی خیال باطل ورژن دورکیمیش دست کم، هر آنچه که از ما سر میزنه در مقام سوژه های اجتماعی به اعتبار سوشال فکت هاست، سوشال فکت ها هم که دارن ما رو تعیین یا مشروط میکنن. برای آزادی کجاست؟ به این معنا جامعه شناسی، و فقط به این معنا، و فقط به این معنا جامعه شناسی یه جورایی ضد ایده خدایینی کانتیه، و در واقع حرفش اینه که آنچه که ما انجام میدیم، آنچه که فکر میکنیم، حتی تخیلاتمون، حتی درونی ترین ایده هامون، فکرامون، رؤیه هامون، خیال پردازی هامون، به میانجی سوشال فکت ها عرضم به حضور شما تعیین / مشروط میشه. پس ما وقتا که فکر میکنیم آزاد نیستیم. اما من فکر میکنم، و این دیگه موضوع دورکیم نیست، از اینجا به بعد موضوع منه، جامعه شناسی در این حال دقیقا به اعتبار اینکه میخواد به ما نشون بده که خب تا چه پایه اتفاقا ما آزاد نیستیم، دقیقا به همین اعتبار میتونه به ما نشون بده که قدرت ما در آزادی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم. یا به تعبیر دیگه یکی از پارادوکس های جامعه شناسی همین، یکی از پارادوکس های نفسگیر جامعه شناسی اینه که همزمان به شما نشون میده که اونقدر که فکر بکنی آزاد نیستی، و در این حال به تو نشون میده که برخلاف اون چیزی که فکر میکنی آزادتر از اون چیزی هستی که تصور میکنی. حالا این پارادوکس رو چجوری میشه حل کرد؟ جامعه شناسی چجوری هم در این حال همزمان میخواد یه جور قید و بندهایی که رفتارهای و کنشهای ما رو محاصره کردند رو ترسیم بکنه، و در این حال این قدرت آزادی رو که ممکنه ما خیلی وقتا دست کم بگیریم رو تقویت بکنه؟ چجوری این چیزی ممکنه؟ همزمان توهم زدایی بکنه از ایده آزادی و همزمان به بست آزادی منجر بشه. چنین چیزی چجوری ممکنه اصلا؟ این یه جور در واقع تناقض‌گویی آشتی‌ناپذیر نیست؟ و خب من خواهم گفت که نه. حالا چجوری این ممکنه؟ اجازه بدید که بریم جلو تر تا نرم نرمک تکلیف این قضیه روشن بشه. ولی برای اتفاع نسبی احتمالاً آتش شما برای پاسخ به این سوال، اجازه میخوام فقط و فقط یک در واقع اشاره کوتاه بکنم و تفسیر این بحث رو مکولش کنم به بعد. اجازه میخوام از فوکو قرض بگیرم. فوکو جامعه شناس به معنی متعارف کلمه نبود، ولی خب درون یه جوری تفکر سوشیال تئوری ارزم به حضور شما نیمه دوم قرن بیستم لحاظ میشه، که طبعا نسبت های بسیار نزدیکی هم با جامعه شناسی داره.
خب فوکو رو احتمالاً شنیدید دیگه، یه جورایی نظر پرداز قدرت، نظر پرداز این که همه کنش هایی که ما از همون سر میزنه درون شبکه پیچیده از مناسبات قدرت حبس شده، همه کنش های ما کنش های قدرت، هیچ وقت چیزی به نام آزادی وجود نداره، به معنای اینکه ارزم به حضور شما دست آدمی باز باشه که هر آنچه که میخواهد انجام بدهد، همیشه این مناسبات قدرت هم که دارن سوژه رو حل میدن و هدایت میکنن و پیش میبرن به یک معنی. خب این بحثی بود که در واقع به فوکو هم خیلی همین چیز میگرفتن، ایراد میگرفتن که در واقع فوکو داره داستان زندانی بودن انسان مدرن رو مینویسه، اینکه توهم این رو داشت که از همین از روشنگری به بعد انسان توهم این رو داشت که آزاد شده و تونسته که ارزم به حضور شما خودش رو از سنت، از نمیدونم دولت، از خانواده، از دین و اینجور چیزا آزاد بکنه، رو پای خودش بیسته، همون توهم خدایینی کانتی. اتفاقا فوکو نشون داد که از این خبرها هم نیست، این جوامع بورژوای لیبرال آزاد فلان فلانی که ما توش زندگی میکنیم دست بر قضا اشکال بسیار پیچیده تری از انقیاد به معنی سابجکشن رو دارن تولید و باز تولید میکنن، ما فقط داغیم، حواسمون نیست. اما همه حرف فوکو چی بود؟ همه حرف فوکو که فکر میکنم کسانی که دارن جامعه شناسی میخونن میتونن این فراز فوکو رو بسیار جدی بگیرن، این بود که ببین همه تلاشی که من دارم میکنم برای یه جور نقش نگاری مناسبات قدرتی ما رو در بر گرفتن، در واقع و همزمان تلاشی است نه برای اینکه شما رو متقاعد بکنم ما پیشا پیش درون زندانی، زندان معنی وسیع کلمه، یه چهار دیواری که ما میندازن توش، زندان های اجتماعی، نه به این دلیلی که شما رو متقاعد کنم که ما هممون پیشا پیش در حبسیم، پیشا پیش قدرت زدوده ایم، پیشا پیش ابژه های قابل دستکاری سازوکارهای قدرتیم، نه برای این. این علاقه من به نقشنگاری مناسبات قدرت، حالا من خیلی باز حرف فکرم دارم ساده میکنم، ولی اون هسته و اون پرابلماتیک بحثش رو منتقل خواهم کرد، بلکه دارم از مجرای ترسیم ارزم به حضور شما این مناسبات قدرت همزمان خطوط فرار رو هم ترسیم میکنم. خودش اسمش رو میذاشت lines of flight، یعنی خطوط پرواز، خب اصطلاح دلوزیه دیگه، یا lines of escape، خطوط گریز، خطوط فرار، خطوط گریز، فرار، پرواز و چیزهای شبیه، یا خطوط شکنندگی رو دارم ترسیم میکنم. یعنی کجاها شکننده است، یعنی سوراخ سنباب کجاست، یعنی فضاها و امکانهای آزادی کجاست. به این معنا شما هر چقدر نقشه دقیق تری داشته باشید از زندان، حالا بذارید همون تعبیر زندان رو پیش برید، هر چقدر نقشتون از زندان دقیق تر باشه احتمالا امکان فرارتون هم دقیق تر میشه، چون میتونید پیدا بکنید که خب کجا باگی داره، کجا سوراخه، کجا زندانبان مثلا تحت سیطره دیدش نیست، کجا ممکنه بشه فرار کرد، کجا ممکنه بشه راهی به رهایی گشود. نه، هر چقدر اون نقشتون دقیق تر باشه، به تعبیری هر چقدر نقاط ضعف خودتون رو بیشتر بشناسید، در این حال میتونید نقاط ضعف رو به نقطه قوت تبدیل بکنید دیگه، چون ضعفتون رو میشناسید. وقتی ضعفت رو بشناسی اون موقع میدونی که کجا آسیب پذیری و احتمالاً میتونی که خودت مهیا کنی که از اونجا ضربه نخوری. همینجا بذارید تموم کنم بس. فقط دعوی منو به خاطر داشته باشید دیگه، و دعوی این بود که جامعه شناسی همزمان کارش ترسیم این است که ما اونقدرها که فکر میکنیم آزاد نیستیم، و همزمان از مجرای این گام نخست همزمان ترسیم میکنه که اتفاقا چقدر بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم آزادی داریم، یا به تعبیری بهتر قدرت آزاد بودن داریم. نقطه، همین اندازه بس فعلا. برگردیم به رفیقمون آدورنو. چی داشت میگفت؟ داشت میگفتش که در واقع بحثش راجع به آگاهی جامعه شناسانه بود دیگه، یادتونه. داشت میپرسید این آگاهی جامعه شناختی در واقع چه به سر سوژه میاره، از من و شما چه جور آدمهایی میسازه. همین بحث از جایی شروع شد که من به نقل از تدی خوندم که
کار جامعه شناسی فهم قوانین بینام و نشان نیست که بر ما حاکمند، که رفتیم توی بحثای حالا دورکیم و کانت و آزادی و غیره و غیره. بنابراین دیگه خیلی باید روشن باشه که منظور از فهم قوانین بینام و نشانی که بر ما حاکمند چیه و چرا کار جامعه شناسی اینه. درباره مفهوم بیگانگی زیاد سخن گفته میشه و تا حدی که من استفاده از آن را برای خودم موقتا منع کردم، چون معتقدم تأکیدی که این مفهوم بر احساس روحی بیگانگی و انزوا می‌نهد چیزی را پنهان می‌کند که در اصل مبتنی بر اوضاع احوال مادی است. حالا این داستان حواشیشو ول کنیم، الان می‌خواد مفهوم بیگانگی کار کنه، مفهوم الینیشن که همتون می‌دونید مفهوم مارکسی. خب ریشه‌اش تو هگل، تو همین هگل پیدایش‌شناسی روحه و ما هم بهش خواهیم رسید عرضم به حضورش و در ادامه پیدایش‌شناسی روحانیمون. ولی اون تمی که آدانو باش کار میکنه، یه دوری خیلی کار کرد، این مفهوم الینیشن در واقع مفهوم مارکسیست که بعداً دچار یه تحول مفهومی میشه. الینیشن تبدیل میشه مفهوم فتیشیزم. الینیشن خب مارکس جوان تو دست نوشته‌ها و کار میبره و مقاله کار بیگانه شده رو حتما بخونید. اونجا به تفصیل مارکس توضیح میده که الینیشن چیه. در یک کلام فقط میتوانم به شما بگویم که الینیشن در واقع وارونگی رابطه سوژه و ابژه است دیگه. یعنی جای سوژه و ابژه عوض میشه. سوژه‌ای که عرضم به حضور شما واجد ایجنسیه و چیزی رو خلق میکنه، چیزی رو میسازه و به این معنا ابژه محصول خلاقیت، محصول ایجنسی، محصول عاملیت ارزم به حضور سوژه هاست، اون ابژه دست ساخته بشری خودش رو در هیئت ابژه ظاهر مظهر میکنه، خودش رو در هیئت سوژه ظاهر میکنه و سوژه رو به هیئت ابژه در میاره. یه ذره پیچیده شد ها، ولی سادش با یه مثال میشه توضیح داد. مثالی خب مارکس کل زندگیش رو سعی کرد که معنی مثال رو توضیح بده دیگه. کارگر و کالا، کارگر کالا رو میسازه و به این معنا خب عرضم به حضور شما رابطه مشخصه، رابطه سوژه، سوژه‌ای که ابژه‌ای را در جهان می‌سازد و آن را در جهان برپا می‌کند. اما اتفاقی که می‌افته چیه و چرا این رابطه به رابطه بیگانه تبدیل میشه در مناسبات سرمایه‌داری؟ چون آن چیزی که ابژه است، یعنی کالایی که بنده شما در مقام کارگر ساختیم، اون خودش رو از سوژه جدا می‌کنه و به هستی مستقل پیدا می‌کنه، ابژکتیو میشه و نه فقط ابژکتیو میشه، بلکه قوانین و الزامات خاص خودش رو به بنده و شما در مقام سوژه‌ای که ما ساختیمش تحمیل می‌کنه. یعنی شما چیزی رو دارید می‌سازید که به معنی اینکه می‌سازید انگار که مثلا یک ابژه مستقل عینی اون بیرون در برابر شما قد علم می‌کنه، در برابر شما سبز میشه و انگار از یه جایی بعد اونه که تعیین می‌کنه که شما چیکار باید بکنید، چیکار نباید بکنید. خب البته این تمام این اتفاق درون یک فرماسیون اقتصادی مشخص میفته. خود ابژه که مثلا لیوان که بال در نمیاره بره به من بگه چیکار بکن چیکار نکن. کل مناسبات فرماسیون اقتصادی کارش اینه که رابطه سوژه ابژه رو قطع میکنه، وارونه میکنه رابطه تو. من میشم ابژه این مناسباتی که خودم ساختم، اون حالا چیز میشه، اون نقش سوبژکتیو، نقش عاملانه پیدا میکنه و من میشم مثلا یک ابژه درون چرخ دنده مثلا ماشین های تولیدی. یا مثلا مثال دیگری که مارکس جوان در حوزه بیگانگی سیاسی میزنه، دولت رو انسان ها ساخته اند به تعبیر ساده. اگر درون پارادایم قرارداد اجتماعی هم فکر بکنید، مثلا بر وفق نظر هابز و لاک و بقیه بچه ها درون نسل قرارداد اجتماعی، خب دولت مسئول قرارداد بین خود انسان هاست، نه؟ ولی چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته خیلی ساده است. باز به زبان سیاسی تر هم میخوام صحبت بکنیم، دولت محصول کانستیتوتیو پاور، محصول قدرت برسازنده یه انسان هاست که در واقع دولت رو تأسیس میکنن، کانستیتیوت میکنن. اما اتفاقی میفته باز اینجا وارونگیه. دولتی که در واقع محصول قوه مؤسس شهروندانه، شهروندان هم که تأسیسش کردن، به نوعی خیلی سریع به مثابه یک ابژکتیویته مستقل از سوژه های برسازندش در برابر اونها قد علم میکنه و به اونها میگوید که چه بکن و چه نکن. اون چیزی که خودتون ساختید ناگهان میبینید که به مثابه یک چیز، حالا من تعبیر حیولا نمیخوام استفاده کنم، یک هیبت مستقل جلوی شماست. فرانکشتاین، داره خدبیات هم از این قصه ها زیاد برای ما گفته. فرانکشتاین کیه؟ خب در واقع یه جور چیز دیگه، یک
هیولای دست ساخته است، ولی از یه جای به بعد دیگه از سازنده خودش تبعیت نمی کنه، میزه دهن سازندش هم سرویس میکنه. در قبال دولت هم همینه. این حس بی، حتی این رو به ویژه جامعه مثل جامعه ما که به هر حال یک جامعه برآمده از یک انقلابه، هنوز این حس رو، تا این حس توش زنده است، این حس بیگانگی، خودمون انقلاب کردیم فلان کردیم، مثلا چی شد انقلاب خودمون کردیم، دولتی خودمون بهش رأی دادیم، خودمون مثلا تأسیسش کردیم، خودمون مقدمات و قدرت گرفتنش رو فراهم کردیم. به این بیان حتی شفاهی خیلی از آدم هایی که ممکن دور بر شما هم باشن، تجربه خود انقلاب رو دارن، تجربه ایفای نقش سوژه های برسازنده خود دولت رو دارن که رجوع بکنیم. میدونن هم در واقع بدون که مارکس پارکس رو اینا خونده باشن، حسی از بیگانگی دارن، میدونن بیگانگی یعنی چی. خودمون کردیم ولی ببینیم چی شد. الان به عنوان یک همین یک چیز، یک ابژه مستقل برای ما خط نشون میکشه چی کار بکن چی کار نکن، یعنی چی کار بکن چی کار نکن برای ما میکنه. یا در حوزه بیگانگی دینی هم مارکس به تبعیت از فورباخ ارزان به حضور شما، میدونید که بسیار مفصل حرف زد رابطه بین انسان و خدا چجوری جایگزین میشه، انسان سوژه، خدا ابژه، چجوری این هم وارونه میشه. حالا مسئلتون سر نبرم، خیلی توضیح میدم. ارزم به حضور شما، خواستم هم یه ذره مفهوم بیگانگی رو برای دوستانی که آشنا نیستن یه ذره روشن‌تر بکنم. این مفهوم خب داشتم توارش رو در مارکس میگفتم، در کاپیتال جلد یک مارکس دیگه از مفهوم الینیشن استفاده نمیکنه، مفهوم فتیشیزم استفاده میکنه، بتوارگی. بت هم همینه دیگه، به جز روز بیگانگی مذهبی. بت چیه؟ خود آدم، خود انسان ها میسازنش، بعد جلوش کرنش میکنن، بعد اونم برای خودش صاحب یک استقلال ابژکتیو میشه. و ارزم به حضور شما قصه هایی که خودتون بهتر از من در جریانش هستید، همه اینها در واقع ناظر بر همون وارونگی سوژه ابژن که دقایق پیش خدمت شما بزرگان من عرض کردم. و بعدا در سنت پسا مارکسی دیگه عموما نه از تعبیر الینیشن استفاده میشه یا کمتر استفاده میشه و نه از مفهوم فتیشیزم. مفهومی که جایگزین میشه به ویژه از مجرای کاری که لوکاش در تاریخ آگاهی طبقاتی کرده، مفهوم ریفیکیشن، شیوارگی. حالا این سه تا مفهوم خیلی به هم نزدیکه و در واقع یک کانتنت دارن، یک دلالت دارن: الینیشن، فتیشیزم و ریفیکیشن، بیگانگی، بت وارگی و شی انگاری، یا حالا ترجمه دیگه شبیه به اینا. عملا یه منظومه مفهومی میسازن که حالا در دورهای تاریخی جابجا استفاده شدن. حالا این رفیقمون اینجا داره با مفهوم بیگانگی کار میکنه، ولی باز میدونیم که تو خود آدورنو مفهوم ریفیکیشن به تبعیت از لوکاچ خیلی مفهوم پرکاربردیه. و منظور آدورنو هم به تبعیت از لوکاچ از ریفیکیشن دقیقا همه این قصه که من خدمت شما عرض کردم، میگه جامعه شیواره شده است یا جامعه به هیئت طبیعت ثانوی در آمده است، سکند نیچر. اینا یعنی چی؟ تو منظومه لوکاچی آدورنویی یا به تعبیری میتوان گفت در منظومه مارکسیست های هگلی، اینا این مفاهیم یعنی چی؟ خیلی ساده است. جامعه به هیئت طبیعت ثانوی در آمده یا جامعه شیواره شده یا جامعه از خود بیگانه شده، اینا همه اینها ناظر بر همون وارونگیه که خدمتون عرض کرد. اینکه جامعه شده سکن نیچر، مثلا این تعبیر سکن نیچر که آدورنو در این کتاب بارها بهش اشاره میکنه، طبیعت ثانوی. خب ویژگی عمده طبیعت چیه؟ باز دیگه مستقل از ماست دیگه، نه بیرونه، اون بیرونه، ربطی به من و شما نداره. من و شما که طبیعت رو که نساختیم که. به این اعتبار طبیعت وجد استقلاله، یک استقلال ابژکتیو، یک استقلال عینی. یعنی بنده و شما نباشید طبیعت هست، قوانین خاص خودش هم داره و غیره و غیره و غیره. خب این طبیعت طبیعیه یا در واقع پریمیتیو نیچره، طبیعت اولیه یا همین طبیعتی که ما به عنوان طبیعت میشناسیمش. اما مارکسیستا در رأسشون ارزم به حضور شما که لوکا دورنو برای بچه ها تعبیر سکن نیچر رو کرده، باز خودش یه تبار هگلی داره، چون هگل هم مشخصا سکن نیچر یاد کرده بود، ولی فعلا هگلش رو بذاریم کنار. میگه جامعه خودش سکن نیچر شده. یعنی چی؟ یعنی نگره ما به جامعه هم اینه که خود جامعه رو مثل طبیعت مینگریم، یعنی برایش یک استقلال عینی قائلیم انگار. یعنی چی؟ یعنی حس میکنیم که جامعه یک امر بیگانه اون بیرونه، عین نسبت بیگانه که ما به طبیعت حس میکنیم دیگه.
نسبت بیگانه که با طبیعت حس میکنیم ناظر بر این نیست که میریم تو طبیعت احساس بکنیم وای چقدر ما غریبیم، نه، به این معنا احساس بیگانگی از طبیعت میکنیم که متوجه طبیعت محصول ما نیست، برخلاف کل جهان اجتماعی که ظاهرا محصول ماست، یعنی ما انسان ها سوژه های برسازنده جامعه ان، ولی این در قبال طبیعت صدق نمیکنه و به این معنا نسبت بین انسان طبیعت نسبت بیگانه است. اما حرف این رفقای ما اینه که خود جامعه هم امروز به هیئت طبیعت در اومده، اما سکند نیچر، طبیعت ثانوی، یعنی همون اندازه که شما نسبت به طبیعت احساس بیگانگی میکنید به این معنایی که گفتم، در قبال جامعه هم همین حس بیگانگی رو دارید، یعنی به نظر میسه جامعه کاملا منطق مستقل خاص خودش رو داره، زور من و شما و بالاتر از من و شما هم به تغییر این وضعیت نمیرسه، اونجور که ما چیزی رو در طبیعت نمیتونیم تغییر بدیم، قوانینش منظورم، قوانین طبیعت که نمیشه تغییر داد، در بهترین حالت میشه قوانین طبیعت رو به نفع حالا آمال و آرزوها و برنامه‌ها و اهدافی که شما دارید به خدمت گرفت. در قبال جامعه هم دقیقا همین قضیه صدق میکنه، جامعه خودشو به هیئت امر طبیعی رزم به حضور شما که برپا میدارد و به این معنی مولد بیگانگیه. احساس میکنم هیچ چیز این جامعه که ما داریم درش زندگی میکنیم به رغم این که جور محصول کنش‌های انسانی ماست، اما کاملا از ما مستقله، کاملا از اراده های ما مستقله، از خواهش های ما مستقله، از برنامه ها و ایده های ما مستقله، چیزی نمیشه دست زد در این جامعه. به این معنا جامعه وجودی یه جور سلبیت، اون اندازه که طبیعت سلبه، چیزی در طبیعت به اون معنایی که گفتم نمیشه تغییر داد، طبیعت کار خودش میکنه، قوانین در و بود خودش داره، جامعه هم همین. حتی به یه تعبیری میشود گفتش که جامعه از طبیعت هم طبیعی تره، باز طبیعت رو میشه به اتکای فن، به اتکای تخنه، به اتکای پوئسیس، صناعت، تولید و خیلی چیزای شبیه این دستکاری کرد، تغییر داد، اون کاری که ما داریم میکنیم دیگه، مدد تمدن، مدد تکنولوژی و چیزای شبیه این. ولی جامعه انگار حتی از طبیعت هم به این معنا طبیعی تره، یعنی هرچی که میزنیم به در بسته میخوره، تغییری هم اگر اتفاق میفته تغییرات سوبژکتیو نیست، تغییرات ارادی نیست، تغییرات ناظر به برنامه و فلان جور چیزا نیست، طبیعت تغییرات اجتماعی هم که اتفاق میفته باز نتیجه خودانگیختگی خود جامعه است، نه محصول بنده و شما، نه محصول این ایدئولوژی سیاسی، این انقلاب، اون انقلاب. به این معنا خود جامعه کاملا پدیده طبیعی است و از قوانین طبیعی تبعیت میکنه و امروز در خود جامعه شناسی هم میدونید، به ویژه حالا در اقتصاد، کسانی هستن که مصرانه و با صراحت از این قضیه حرف میزنن دیگه، که خود جامعه رو باید به مثابه یک نهاد طبیعی فهمید، به این معنا شما نمیتونید دستکاریش کنید، نمیتونید تغییرش بدید، نمیتونید در قبالش برنامه چیزی براش بریزید، باید اجازه بدید کار خودش بکنه. مثلا کل بنیاد تفکرات لیبرالیستی و بیشتر از اونها نو لیبرالیستی دقیقا روی این ایده است دیگه. چرا مخالف هر شکلی دستکاری، برنامه ریزی، مهندسی اجتماعی، انقلاب، فلان بهمانن؟ یه بنیاد فلسفی دارن براش دیگه، کاری ندارم شما باش موافقید مخالفید به کنار، ولی اگه به زبان آدورنویی بگیم در واقع نولیبرال ها طبیعی سازی جامعه رو سهه میذارن براش دیگه. برای جامعه معلومه که طبیعیه، یا معلومه که مثل طبیعت قوانین سفت و سخت خاص خودشو داره که به خوشایند و بدایند مد شما نیست، بنابراین بهتره که هر نهاد اجتماعی در رأسش دولت یا هر نهاد دیگری که بخواد دست ببره در این جامعه، قوانینشو بالا پایین بکنه، چیزی رو تغییر بده، بدتر گند میزنه، پس بهتره بمونه بیرون، بذاریم جامعه که حالا بنیاد جامعه خودش بازاره کار خودش بکنه. مثلا ایده لسفر، یعنی آزادش بگذارید، یعنی ولش کنید، ایده لسفر ول کنید، آزادش بگذارید، کاری به کارش نداشته باشید، بنیادش رو همینه. اگه جامعه رو، اگه بازار رو به حال خودش بگذاریم، عین طبیعت کار خودش رو میکنه و عرضم به حضورشون هر شکلی از برنامه‌ریزی و مهندسی و تلاش برای تغییر اجتماعی و حالا به نام ارزش‌های خیلی خوشگل و قشنگ و فلان و اینها، عدالت، آزادی، اینا بدتر کار خراب میکنه، میخواید ابروش رو در واقع اصلاح کنید، میذارید چشش هم کور میکنه. خب پارت اول عملا به پایان، یه دو سه دقیقه تموم میشه و میفته تو همین
چیز تمام شدن تایم 1 ساعتمون، بنابراین من شروعش نمی کنم. بریم استراحتی بکنیم. عرضم به حضور شما دقیقا ساعت 10:10 بازگردیم و 1 ساعت دوم رو دنبال بکنیم. من قول به شما میدم که حتما درس گفته اول رو دیگه تمام خواهیم کرد و من از اطاله کلام پرهیز خواهیم کرد. خب صفحه 16 رو داشتم بخوندم برای اینکه رشته کلام دوباره دستتون بیاد. اجازه میخوام که دوباره از ابتدا بخونم، ولی یه ضرب گازشو میگیرم و تا انتهای فراز رو با شما میخوانم. سلام به همه، دم شما هم گرم. خب اگر هدف این رشته به دقت بررسی شود، گمان میکنم روشن خواهد شد که چیزی کاملا متفاوت با ایده سنتی آموزش در آن وجود دارد. در نهایت این هدف نیاز به فهم معنای جهان است، فهم آنچه جامعه خاص ما را به رغم خاص بودگیش منسجم نگاه می‌دارد، فهم قوانینی است که بی‌نام‌ونشان بر ما حاکمند. درباره مفهوم بیگانگی زیاد سخن گفته می‌شود، تا حدی که من استفاده از آن را برای خودم موقتاً منع کردم، چون معتقدم تأکیدی که این مفهوم بر احساس روحی بیگانگی و انزوا می‌نهد، چیزی را پنهان می‌کند که در اصل مبتنی بر اوضاع احوال مادی است. با وجود این، اگر به خودم اجازه دهم که بار دیگر از این اصطلاح استفاده کنم، میگویم که جامعه شناسی نقش نوعی میانجی فکری را بر عهده دارد که امیدواریم از طریق آن به بیگانگی بپردازیم. این امر البته مسئله بسیار دشواری است، تا جایی که فرد به جد در پی هدف نهفته در چنین مفهومی از جامعه شناسی باشد، خود را از مقاصد عملی و الزامات حرفه‌ای جامعه بیگانه می سازد. آشتی دادن دانش حقیقتاً پیچیده جامعه شناسی با ضرورت‌های حرفه‌ای که امروز مردم مقید به آن هستند بسیار دشوار است. یکی از دشواری‌های جامعه شناسی، و این امر مرا به مسئله هدایت می‌کند که بحث امروز ماست، تلفیق کردن این ضرورت‌های متفاوت است. حالا اینا من توضیح میدم برادران. یعنی از سوی انجام کارهای به لحاظ اجتماعی مفید، نامی که مارکس به تعنی بسیار بران نهاد، و فهم معنای جهان از سوی دیگر. اکنون این دو الزام احتمالاً با هم ناسازگارند. پیش از این، آنطور که به خوبی بیاد دارم، جدیترین و هوشیارترین دانشجویان بودند که با این دوگانه بیشترین درگیری را داشتند. امروز این واقعیت که هرچه فرد فهم بهتری از جامعه داشته باشد، مفید واقع شدن در جامعه برای او دشوارتر می شود، احتمالاً بدل به جزئی متعارف از آگاهی گروهی از دانشجویان شده است که به لحاظ فکری پیش رو هستند، و به هر رو گمان می کنم از این گروه کسانی امروز در این سالن حضور داشته باشند. تناقضی از این دست را که به بیان ساده تر بدین معناست که هرچه فهم بیشتری از جامعه داشته باشی، کمتر قادر به مشارکت در آن خواهی بود، نمی توان آنطور که ساده باوران می پندارند صرفاً به سوژه این شناختش باید داد. برعکس، این بود متناقض و ناممکن مطالعه جامعه شناسی به شدت با ابژه شناخت جامعه شناسانه، یا ترجیح میدهم بگویم شناخت اجتماعی، گره خورده است. شما همچنین نباید ما جامعه شناسان را به سبب ناتوانی از آشتی دادن این دو عامل ناسازگار مقصر بدانید. خصلت ناهمگون جامعه شناسی چیزی است که باید از آغاز با آن کنار بیایید، و باید آگاهانه، نباید که مبهم قادر نیست آنچه را در دو سوی این خط تفارق وجود دارد از یکدیگر تمیز دهد، بکوشید هم به مهارت‌های جامعه شناختی و شناختی برای امرار معاش با آن نیاز دارید دستیابید، هم در این حال به بصیرت‌هایی که گمان می‌کنم بیشتر شما برای دستیابی به آنها تصمیم به خواندن جامعه شناسی گرفتید. خب این فراز نسبتاً طولانی رو داشته باشید تو ذهنتون. خب چی می‌خواد بگه و داستان این پاراگراف بر سر چیست؟ فکر کنم تا حدی با دستتون اومده باشه که آدانو از چی داره حرف میزن. یه جا که به صراحت اشاره میکنه، بذارید همون جایی که به صراحت اشاره میکنه رو یه ذره روش وایسیم و درنگ بکنیم و یه ذره بهش بالا پر بدیم. داره میگه ببین، جامعه شناسی یه جور دانشه، یا به تعبیر دیگه یه جور دانش مولد قسمی آگاهیه، که این آگاهی، این دانش در نهایت شما رو تبدیل به آدم هایی میکنه، یا خیلی وقتا این اتفاق میفته، نه بازم میگم نه لزوما، هیچ الزامی در هیچ چیز نیست، اما
علل اغلب اتفاقی که میفته این که این آگاهی شما رو با جهان اجتماعیتون درگیر میکنه. این خیلی نکته مهمی، یا در واقع شما رو تبدیل میکنه به آدمهای ناراحت مسئله دار. اونجایی که تعبیری که به کار میبریم میگه هر چقدر فهم اجتماعی شما بیشتر باشه، کمتر میتونید در مناسبات اجتماعی مشارکت بکنید، کمتر میتونید به یه جور بچه خوبی تبدیل بشید که خب اونم داره اموراتشو میگذرونه. ناشی از چیه؟ ناشی از یک جور آگاهی بیگانه سازه، یک جور آگاهی فاصله گذاره که انگار جامعه شناسی مولدش. باز به زبان دیگه، انگار جامعه شناسی خواندن در نتیجه فهمی که از مناسبات اجتماعی حاصل میکنه، از اینکه چشای شما رو وا میکنه که دورورتون چه خبره، اینکه شما بخشی از چه نظم اجتماعی هستید، اینکه چجوری ممکنه خود شما هم بخشی از در واقع شروط باستولید خود این نظم اجتماعی باشید، از این حیثی که عرضم به حضور شما موجد قسمی آگاهی انتقادی از یک نظم اجتماعی درگیر ناعدالتی ها و ستم ها و تبعیض ها و عرضم به حضور شما سازوکارهای سلطه و غیره و غیره و غیره. این آگاهی جامعه شناختی یا این آگاهی که جامعه شناسی مولدشه، کارش اینه که در نهایت شما رو متقاعد میکنه که نمیتونید بخشی از این بازی باشید، یا شما رو متقاعد میکنه که بخشی از این بازی نباشید، و به این معنا انگار بیگانتون میکنه. خصلتش به این معنا بیگانه سازنده است. بیگانه سازنده اینجا به معنی قسمی فاصله گذاری، یعنی این آگاهی جامعه شناختی سوژه‌ای که میسازه انگار سوژه‌ای که هی مدام میخواد فاصله خودش رو از حالا نظم اجتماعی که به بنیاد تبعیض آمیزش، به بنیاد استثمارگرانش، به بنیاد ستمکارانش آگاه شده، اگر آگاه شده باشه، اگر جامعه شناسی در واقع قسمی دانش انتقادی با اون معنایی که توی پارت اول به نقل از هابرماس اشاره کردم، قسم سوم شناخت دانش‌های انتقادی که دستن در کار ایمنسیپیشنن یا رؤیای رهایی می‌بینند، و این در صورتیه که پیشتر ما رو در وضعیت سلطه فرض گرفته باشن، چون فقط شما زمانی میتونید از این حرف بزنید که دانش باید ما رو ایمنسیپیت کنه. کار کرده دانش عرضم به حضور شما آزادسازیه یا همون رهایی بخشیه که بیشتر خود وضعیت رو وضعیت درون سلطه فرض گرفته باشید. ما گرفتار اشکال متنوع و چندگانه یا سلطه و انقیاد و استثماریم. حالا دانشی قرار است وجود داشته باشه و به عین هم وجود داره که کارش ایمانسیپیت کردن ما و آزاد کردن ما از شر این سلطه است، و به این معنا دانش میشه دانش انتقادی، و در بحث ما جامعه شناسی انتقادی. چرا من هی پسوند انتقادی رو میچسبونم به جامعه شناسی؟ نمیخوام بگم جامعه شناسی به ماغوه چنین کاری رو داره، شما رو تبدیل به آدمهای بیگانه با وضعیت میکنه، یا شما رو تبدیل به آدمهایی میکنه که میخوان فاصله گذاری بکنن با نظم اجتماعی که درگیرشن، به این اعتبار که جامعه شناسی های غیر انتقادی هم درون میدان جامعه شناسی از همون اولین روزی که جامعه شناسی سر کلاش پیدا شد تا همین الانی که من شما داریم صحبت میکنیم وجود داره. و اصلا یکی از بحثای آدورنو هم اینه که جامعه شناسی به شدت یک دانش ناهمگنه، و عرضم به حضور شما که یک فضای یک دستی نداره. احتمالا ناهمدست ترین و ناهمگن ترین رشته در میان علوم انسانی ها باید باشه جامعه شناسی، تا جایی که من از اقتصاد میشناسم، از روانشناسی میشناسم، از حقوق میشناسم، به نظرم میاد که این ناهمگنی به اون غلظتی که در اون جامعه شناسی هست نیست در دیگر رشته ها، حتی اگر پاک من بیراه نگفته باشم. به هر صورت چون بعدا ما باش بسیار بسیار کار خواهیم داشت، جامعه شناسی به ماغ و جامعه شناسی با آگاهی شما چنین کاری نمیکنه که آدورنو داره ازش حرف میزنه، یعنی اینکه عرضم به حضور شما دچار یک جور ناسازگاری میشید بین فهم جهان و مشارکت کردن در جهان. فرض آدورنو اینه که قسمی از جامعه شناسی این تناقض رو ایجاد میکنه و
فهم جهان مترادف میشه با ناتوانی شما، یا بذارید از تعبیر ناتوانی هم استفاده نکنم، بذارید آمدانه تر و آملانه تر به کارش ببرم، فاصله گذاری شما از جهان. این خیلی نکته مهمی، این بسیار بسیار نکته مهمی. یه مثال ساده، مثال خودمه و مثال یه نفر دیگه که اتفاقا دیروز پیروز با من صحبت میکرد، فکر کنم از این مثال شخصی که شاید شما هم داشته باشید در قبال خودتون، یا بتونید حد بزنید که ممکنه که این مثال در قبال شما هم صادق باشه، شاید بتونید ذره صورت مسئله رو روشن‌تر بکنه. من خیلی احساس در واقع همزاد پنداری کردم با این فراز آدورنو، چون دقیقا از روزی که شروع کردم جامعه شناسی خوندن و یه ذره سرکله زدم باهاش، حس کردم که آره به واقع انگار کار این دانش تولید بیگانگیه، تولید بیگانگی من نسبت به جامعه. اما اینجا باید حواسمون باشه ها، اینجا خیلی نکته ظریفی وجود داره. این بیگانگی به این معنی نیست که خب به تمام من نوعی یا شما نوعی یا هر کسی که درگیر قسمی جامعه شناسی انتقادیه مثلا تبدیل به آدم عجیب غریب میشه، یا تبدیل به آدم غریبه میشه، یا تبدیل به آدم خودشسکن میشه که در قبال همه یا اتفاقایی که در جامعه داره میفته مثلا دماغش رو میگیره و فکر میکنه که دیگران مثلا درگیر ابتذالن یا درگیر فلانن و اوست که دستش تمیزه و اوست که ارزم به حضور شما نمیخواد مشارکت کنه در این نظم ناعادلانه. این اتفاق به راحتی میتونه بیفته، این اتفاق به راحتی میتونه برای هر کسی بیفته که حالا به واسطه این آگاهی انتقادی فکر میکنه حالا همه دستشون کثیفه یا همه مثلا درون اون نظم ارزم به حضور شما نابرابرانه یه تبعیض آمیز مبتنی بر سلطن و حالا اوست که لابد یک جور وارستگی داره، انگار اوست که مثلا تونسته دستشو تمیز نگه داره یا فاصلهشو حفظ کنه یا هر چیزی شبیه. این خیلی نکته مهمیه، اینکه این بیگانگی که ازش حرف زدیم چجوری در این حال که مترادف با فاصله گذاریه، اما نمیباید به معنای یک جور حالا دوری گزینی فهمیده بشه، یک جور تاخچه بالا گذاشتن فهمیده بشه، یک جور برج آج نشینی فهمیده بشه. این خیلی خیلی به نظرم نکته مهم و تعیین کننده. اینجا آدورنو در واقع خیلی بذارید از کلمه چاره استفاده کنم، خیلی چاره ای نداره یا راه حلی پیش نمیذاره که چجور چنین چیزی ممکنه. چطور ممکنه شما همزمان منتقد جامعه باشی به اتکای جور آگاهی جامعه شناختی که عرضم به حضور شما دوچارش شدی، ولی در این حال این به معنای یک جور فاصله گذاری منفعلانه فرادستانه همه بدن من خوبم یا همه دستشون کثیف منم که فقط تمیزم، همه آلودن منم که وارستم نباشه. این چجوری ممکنه که حالا بعداً در ادامه بیشتر راجع بهش صحبت کنم، الان جاش نیست. مثلا اون جایی که عرضم به حضور شما اون مقاله مارکل براوایی که خدمت شما معرفی کردم در پارت اول، در اون اشکال چهارگانه جامعه شناسی، به هر حال یکی از اشکال جامعه شناسی، همون جامعه شناسی مردم مدار یا پابلیک سوسیولوژی، در واقع قسمی از جامعه شناسی است که من در طول این جلسات سعی می‌کنم لابلای بحث‌های آدورنو بحثش رو مطرح بکنم و معرفیش بکنم در مقام یک ارزم به حضور شما برنامه کاری و پژوهشی درون میدان جامعه شناسی. همان قسم جامعه شناسی است که به رغم رو کرده سراپا انتقادیش در قبال مناسبات اجتماعی و جامعه واقعا موجود، اما نه از مجرای یه جور فاصله گذاری پاک دستانه، بلکه از مجرای یه جور اتفاقا مشارکت فعالان درون فرهنگ‌های اجتماعی معطوف به تغییر سعی میکنه که جامعه شناسی رو زنده نگه داره. یعنی باز اینجا همون پارادوکس زنده است، همون پارادوکسی که کل جامعه شناسی باهاش تعریف میشه. دقایق پیش در پارت اول از پارادوکس چی صحبت کردیم؟ آزادی و ناآزادی، که جامعه شناسی هم شما رو عرضم بوزش ناآزادی شما رو آفتابی میکنه براتون و در این حال فضاهای ممکن آزادی رو هم در این حال ترسیم میکنه. پارادوکس بین این دوتا، اینجا هم باز این پارادوکس هست، پارادوکس فاصله گذاری و عرضم بوزش شما میشود اسمش رو گذاشت مشارکت یا مداخله. یعنی در این حال این دانش فاصله انگار شما رو به نوعی دعوت به فاصله گذاری میکنه یا خود به خود تبدیل میشید به انگار به همین آدم هایی که دیگه نمیتونن
به شکل طبیعی و به شکل نرمال بدون حاشیه و بدون دردسر بخشی از نظم اجتماعی باشن و این معنا بله عامدانه فاصله شون حفظ میکنن و ولی در عین حال در عین اون فاصله گذاریه توی جامعه چیزی بیرون جامعه وجود نداره، یه جور گوشه‌نشینی، یه جور عزلت، یه جور فلان وجود نداره. حالا خیلی خیلی میشه راجع به این موضوع صحبت کرد، یعنی انبوه امکانهایی رو که این پارادوکس پیش میکشه میشه وسط کشه. مثلا من تو مدت ها فکر میکردم، هنوزم فکر میکنم که مثلا یه آدمی مثل من امکان نداره بتونه آدم موفقی بشه، چون که حالا هی مجبورم خودم مثال بزنم، از این خود مثال زنی باید منو ببخشید بابتش، ولی خب کسی دیگه الان دم دستم نیست که ازش مثال بزنم و خب مثالی که در قبال خودم میزنم برای خودم قابل اعتماد تره تا مثالی که در قبال دیگران میزنم. برها چرا من یه زمانی برای همینو راجع به خودم نشستم فکر کنم که چرا من به یک معنای آدم شکست خوردم، این آدمی که نمیتونه وارد یه سری مناسبات و بازی هایی بشه و هی شکست میخوره، یا عرضم به حضور شما که عامدانه فاصله شو اصلا از اون بازی سعی میکنه حفظ بکنه یا اصلا وارد بازی نشه. اینجا باز با داخل پرانتز بگم، این هم باز به معنی نیست که من وارد هیچ بازی نشدم یا دستام تمیزه، این توهم ها نباید ایجاد بشه. من هم به اندازه کافی در دوره های زندگیم تم به یه سری بازی هایی دادم که البته ازشون پشیمونم، اون بماند چون موضوع زندگی من نیست، من فقط جلو یه مثالم، ولی اینو میخواستم بگم که حس میکنم و برام هم روشنه که این فاصله گذاریه، این که نه من نمیخوام وارد این بازی بشم، این بازی موفقیت، این بازی بچه زرنگ بودن، راه و چار رو پیدا کردن، برای در راه و چار بلد بودن، دقیقا به دلیل خود دانش انتقادی که جامعه شناسی مثلا من رو به یک معنای گرفتارش کرده که عرضم به حضورش همیشه باعث میشه که من نوعی را شما این نوعی از اینکه وارد این بازی ها بشیم، این بازی هایی که میدونیم تهش چیه، منطقش چیه، سازوکارش چیه، پشت پردش چیه یا هر چیزی شبیه به این، اینا همه تولید اون فاصله میکنن، تولید اون بیگانگی میکنن و به این معنا عرضم به حضور شما که قصه همچنان ادامه خواهد داشت. به هر حال بیشتر از این صحبت کردن یه ذره کارو بیش از اندازه شخصی میکنه، ولی از یه بابای دیگه هم میخواستم مثال بزنم. تو هم پری روز به من پیغام داد و سوالی کرد، دوستی که شاید بیانش اینجا بلا موضوع نباشه از حیث بحثی که داریم اینجا میکنه. دقیقا دوستی بود که تازه با جامعه شناسی آشنا شده بود و یه ذره با فلسفه و حرفش هم یه چیز بود شبیه به همین و من بسیار بسیار باش احساس همزادپنداری کردم. از این حیث که میگه آقا از وقتی مثلا شروع کردن به کتاب خوندن و اینها مثلا دیگه نمیتونم موسیقی پاپ گوش بدم، دیگه نمیتونم مثلا دنبال چیز باشم، دنبال بیزنس باشم، دنبال رمز ارز باشم، دنبال برنامه تلویزیونی فلان باشم. یعنی یه جور دقیقا تعبیری هم که یه جوری خودش به کار میبرد چیزی شبیه این بود، یعنی احساس میکنم یه جور دارم غریبه میشم با دور و بر خودم. این چیه داستانش، مثلا چیکار باید کرد که حالا گپ زدیم میذاره با هم دیگه، ولی به نظر میسه این اصلا مورد تصادفی نبود، اصلا مورد تصادفی نبود. خیلی میشد، یعنی از جامعه شناسی دقیقا میشه توضیح داد که چه میشود که قسمی دانش شما رو تبدیل به یک شهروند ناراحت میکنه. ناراحت یعنی دقیقا کسی که از جایی که هست، جایی که وایساده، براش همون جایی که باید وایسه نیست، نسبت به جایگاه خودش و همه مناسبات و روابط و قوانینی که زندگی اجتماعیشو دارن هدایت میکنن، نگاه انتقادی با فاصله پیدا میکنه. حالا و به یک معنا آدمو سردرگم میکنه که واقعا جایگاه من کجاست، وارد چه بازی هایی باید بشم، وارد چه بازی هایی نباید بشم. طبعا جامعه شناسی هیچ دستورالعملی نداره به اینکه به هیچ کسی بگه چیکار باید بکنه، چیکار نباید بکنه، کدوم بازی رو بره توش، کدوم بازی رو نره توش، تا چقدر فاصله بگیره، تا چقدر فاصله نگیره. هیچ دستورالعمل مطلقی وجود نداره. اینا همش در نهایت آخرالامر به ارزش‌های شخصی ما برمیگرده و به یک جور قدرت تصمیم که کجا وایسیم. اما جنبه باز شخصیشو بذاریم کنار، دوباره برگردیم به خود آگاهی جامعه شناسانه، به نظر میاد دست کم قسمی از این آگاهی تا جایی که
درگیر فهم انتقادی جهان اجتماعی محصولی که خواهد داد، یا به تعبیر دیگه آدمی که از ما خواهد ساخت، یک سوژه پرابلماتیکه. سوژه که با همه دوروبر خودش و همه مناسباتش با خانوادهش، با نظام اقتصادیش، با دولت، با مذهب، با ارزم بوزور، با همه چیز واجد یک جور مسئله مندیه و هیچ چیز دیگه تو چشش طبیعی نیست. کار دانش تا جایی که دانش همان ایدئولوژی نیست قرار است که طبیعت زدایی از چیزها باشه، یعنی نشون دادن این که آن چیزی که هست بخشی از طبیعت، همون بحث پارت قبلی رو به خاطر بیارید، بخشی از طبیعت نیست. طبیعت مثلا همون باز امر بیرونی مستقل از مایی که هیچ اختیاری نسبت بهش، هیچ ارزم به حضور شما که هیچ قدرتی در قبالش نداری، با همین است که هست و به جز این نمیتوان اندیشید. همه کار جامعه شناسی به نظر من تا جایی که قسمی قرار است نقد باشد همین طبیعت زدایی، و به این معنی جامعه شناسی ضد ایدئولوژی، چون کار ایدئولوژی ها طبیعت سازیه و طبیعی جلوه دادن چیز هاست. هر اون چیزی که هست همون چیزی که باید باشه، همون چیزی که غیر از اون اصلا تصوری نمیتوان داشت. ایدئولوژی ها کارشون در مقام نظام های باورها و ارزش های ارزم به حضور شما که مستقر دقیقا همینه که امر موجود رو به مسابقه امر طبیعی جلوه بدن و به این معنی ازش تاریخ زدایی بکنن، سیر تکوینش رو و مناسبات و قدرت برسازنده این وضعیت و نگهدارنده این وضعیت و بازتولید کننده این وضعیت رو ترسیم نکنن. جامعه شناسی از مجرای نقد ایدئولوژی که کارش طبیعت زدایی از امر طبیعیه، در واقع فضا رو به این معنا برای امکان تغییر باز میگذاره. و تا جایی که به سوژه های فردی، یعنی من و شمایی که درگیر کار جامعه شناسانه هستیم مربوط میشه، بیگانگی و فاصله گذاری ظاهرا یکی از پیامدهای ممکنه این قسم دانش. اما باز باید بگم که این تنها امکان نیست. چه بسیار جامعه شناسی خوانده هایی که امروز بیزنسمن های خیلی حرفه‌ای هستند، همین اساتید بزرگوار ما در دانشگاه های ایران، خیلی هاشون آدم های بسیار بچه زرنگ هایی هستند که خوب پروژه میگیرن، خوب جاشون رو محکم کردن، خیلی هم آدم های نرمال و خیلی آدم های اوکی هن و غیره و غیره. این در قبال خیلی از دانشجویان جامعه شناسی هم صدق میکنن. حالا در دست گفتار دوم میگه مثلا هنوز تصور میکنن خیلی ها که سوسیولوژی همان سوسیالیزمه. الان اینا راجع به جامعه شناسی در ایران هم میگه او بچه های دانشگاه علوم مثلا علوم اجتماعی دانشگاه داره همه چپن یا همه سوسیالیستن. خب هممون میدونیم که چنین چیزی نیست دیگه. و اگر به تبار جامعه شناسی برگردیم، نقطه آغاز جامعه شناسی چه در ایران چه در ورژن جهانیش، اتفاقا سوسیولوژی به تنها چیزی که ربط نداشته به یک معنایی سوسیالیسم بوده، یا به تعبیری قرار نبوده یه دانش انقلابی باشه، تا قرار بوده دانشی باشه در خدمت باستولید نظم مستقر، مثلا در ورژن عرضم به حضور شما که مثلا آگوست کنت در فرانسه، یا حتی همین ورژن جامعه شناسی اولیه در ایران که اگه مجال شد من تاریخش رو به شما خواهم گفت، مثلا دانش چیزی نبوده، قرار نبوده دانش انقلابی انتقادی باشه، دانشی باشه در خدمت دولت برای رتق و فتق مهندسانه امور، یعنی یه جور دانش سیاست گذارانه قرار بوده باشه جامعه شناسی در نقاط آغازین تاریخ خودش، و بعد حالا تحولاتی که پیدا کرده و ورژن های متفاوت دیگری که سرکلشون پیدا شد. به هر حال همه اون چیزی که گفتم به تبعیت از آدورنو باید حواستون باشه یکی از امکان های درونی جامعه شناسیه، و نه اتفاقی که حتما برای هر کسی که وارد جامعه شناسی میشه میفته، این فاصله گذاریه، این بیگانگیه که من خدمت شما عرض کردم. حالا آدورنو یه جایی وایساده که خیلی جایگاهیه که در نهایت جایگاه بدی وایساده به یک اعتباری. کلی دانشجو جامعه شناسی اومده و خب از یه طرفی میخواد بهشون هشدار بده که آقا داستان جامعه شناسی این شکلیه، حواستون باشه، و در این حال نمیخواد بترسونتشون. برای همین میگه خب ببین باید یه جوری بین این دوتا سمت شما بالانس برقرار کنید، یه جور تعادل برقرار کنید، هم جامعه شناسی خوبی بشید و خب مستلزم اینه که
ارزم به شما روش یاد بگیرید، تکنیک یاد بگیرید، یه چیزهایی که باهاش فردا روزی اگر یه ذره بخت با شما یاری بکنه بتونید شغلی پیدا بکنید. یعنی دقیقا همون جایگاه تثبیت شده یک شهروندی مثل بقیه شهروندان، مثل بچه آدم بشینید کارتون رو بکنید و زندگیتون رو بچرخونید و هم از یک طرف این دانش انتقادیه رو نگه دارید. خب این میتونید حدس بزنید که خب این نمیشه به این، یا دست کم به این راحتی ها نیستش، نمیگم نمیشه، به این راحتی ها نیست که هم از یک طرف شما جامعه شناس خوبی باشید و به این معنی دنبال این باشید که تبدیل بشید به یک آدم نرمال، و نرمال بودن چیزیست که احتمالا همون دنبالشیم دیگه، یکی مثل بقیه یا جایگاه کم و بیش باثباتی در نظم تقسیم کار اجتماعی. ولی خب از یه طرف دیگه دانشی که عملا شما رو نسبت به این جایگاهی که درون این تقسیم کار اجتماعی دارید به عنوان یکی از عناصر باستولید خودی وضعیت دچار درگیری میکنه. حالا چجوری به این تا آشتی برقرار میکنید؟ چجوری جایگاهتون رو سفت میکنید؟ کی میدونه؟ این بازم هیچ راه حل جادویی و دستورالعملی که یکی پیدا بشه و یک بار برای همیشه به شما بگه براش وجود نده. باز مثالی از خودم بزنم، فکر میکنم همه تنشایی که از من عبور کرده و من ازشون خاطراتی دارم گویای خود این قضیه است. بازم از اینکه خودم مثال میزنم عذر میخوام. من 2 سال پیش درگیر انجام یه پروژه‌ای شدم برای سازمان تامین مؤسسه پژوهش تامین اجتماعی. بدترین دوره زندگی من بود به این اعتباری که نمیدونستم کار درستی دارم میکنم یا نه. نمیدونستم به عنوان کسی که حالا به زعم خودش اگه دچار توهم نشده باشه داره جامعه شناسی انتقادی کار میکنه، آیا من اساسا این حق رو دارم که با این نهاد دولتی کار بکنم؟ آیا حق اینو دارم که از قبل پژوهش خودم از این نهاد دولتی پول بگیرم و باشم برای معاش بکنم؟ آیا جامعه شناسی انتقادی که من ازش دفاع میکردم و میکنم اختصاص این فاصله گذاریه نیست؟ البته در نهایت پذیرفتم و این کار رو انجام دادم، این پژوهش رو انجام دادم. این اون ضرورته اینجا بی تصادفی نیست، آدرنوس بشه میذاره ضرورت، یعنی یه فرصیه که میاد و شما رو به خودش میبره. شما هر چقدر هم بگید من یک سوژه آزادم که آزاد تصمیم میگیرم، ناگهان میبینید با ضرورت باستولی خودتون مواجهید، با ضرورت اینکه اگه این کار انجام ندی، اگه این پروژه رو به اون نهاد دولتی انجام ندی، مثلا زیابت زده است، جاپات سسته، کار تمامه، یا تو نمیتونی کرخونت رو بدی. از این ببین، این اتفاقا خوبی جامعه شناسی اینه که این روزمره ترین و به ظاهر سطحی ترین دغدغه‌های شما رو برمیکشه به سطح یک موضوع کلان و کلی. مسئله فقط من نبودم که داشتم فکر میکردم خب الان من چجوری باید از پس مثلا این کرای خونه هر دم افزایش یابنده خودم بر بیام. مسئله دیگه شخصی نیست، مسئله کلی تره. مسئله اینه که مسئله سر همین موضعی که آدورنو هم داره روش دست میذاره، چجوری میشه بین این دوتا ضرورت آشتی برقرار کرد؟ اصلا میشه آشتی برقرار کرد یا نه؟ در نهایت همه ما تبدیل میشه به یه سوژه های دوپاره ای که یه دلش میگه برم، یه دلش میگه نرم، و بین اینها نمیتونه پیوند برقرار بکنه، یا خیلی وقتا نمیتونه پیوند برقرار کنه، و یا اینکه اگه تصمیم به هر سمت ماجرا بگیره باید هزینه‌ش هم بده. اگه بخواد یه جور فاصله گذاری وارستوار خودش رو حفظ بکنه، خب هزینه‌ش اینه که باید چه میدونم باید از تهران کوچ بکنه بره شهرهای حاشیه‌ای، یا برگره خونه مام باباش، یا چه میدونم به نداری عادت بکنه، یعنی خودش رو در یه موقعیت به شدت آسیب پذیر قرار بده که تمام کار فکریش هم دیگه نمیتونه بکنه. این بلایی خب سر خیلی از بعد دوستان ما اومد، سر خیلی این اتفاق افتاد. من خیلی از ذهن‌های درخشانی میشناختم که دقیقاً به واسطه هم شما میشناسید، شد خودتون هم یکی از اونا باشید، یه فشار ساختاری وضعیت در نهایت خوردشون کرد. همه اینها رو دارم میگم، این حالا خاطرگویی ملالاور رو دارم برای شما ترسیم میکنم تا ذهن شما رو درگیر این مسئله بکنم که چگونه در واقع توازن بین این ضرورت های بنیادن متعارض خیلی وقتا میتونه آشتی ناپذیر از کار در بیاد، یا پیدا کردن اون نقطه توازن به شدت دشوار. حالا من شخصا الان دیگه به جایی رسیدم که تو مسئله خصوصی هم دیگه حاضر نیستم کار بکنم، کلاس هم بردم مثلا در لایو اینستاگرام، حتی پولم حاضر نیستم براشون بگیرم، دونیشن براش گذاشتم. ولی این
نتیجه یک جور روح آزاد اندیشی من نیست، مسئول پروسه تاریخی پر از بالا پایینی که من با خودم داشتم. خیلی شخصی دارم بکنم، حالا بلش کن. بگذاریم از این بس. در ادامه رفیق ما وارد بحث دیگری میشه که عملا در ادامه همین و در واقع یک تفاوتی میگذاره در اون رشته جامعه شناسی به عنوان یه رشته اکادمیک بین عرضم به حضور شما یه جور اشتیاق به استانداردسازی و از یک طرف دفاع از یه جور آزادی اکادمیک. حالا این یعنی چی؟ بازم به تجربه خودمون مراجعه بکنیم. در واقع آدورنو داره میگه ببین جامعه شناسی مثل خیلی از دیگر رشته ها تو دانشگاه تکلیفش انگار روشنه، یا خیلی دانشجوها ترجیح میدن که تکلیفش روشن باشه. یعنی مثلا گروه به شما بگه که آقا این طرح درسه، اینا رو باید بخونی، مثلا 130-140 واحده، این درس هاست، این استاد هاست، این مسیریه که طی میکنی، اولین رو میخونی، دومین رو میخونی و یک مسیر کاملا استاندارد شده یا از پیش مشخصی که اتمالا این وسطش هم خیلی اتفاق عجیب و غریبی قرار نیست بیفته. و خیلی از نقدها هم بعضا به این سمت سو میره که آقا چرا این استاندارد ارزم بوزو شما تعریف نشده یا این استاندارد تحصیلی از مجرای در واقع طرح درس ها کلمه خوبی نیست، اسم فنیش چیه؟ برنامه درسی از قبل تعریف نشده و مشخص نیست و یه چیزهای شبیه این. حالا خیلی از مثلا نقدهایی که ممکنه بعضا تو گروه های آموزشی هم وجود داشته باشه همینه دیگه، که آقا برنامه درسی معلوم نیست، نمیدونم چرا عرضم به حضور شما مسیر 0 تا 100 رو دانشگاه برای ما تعیین نمیکنه، نمیدونم از اینجور داستان. تو آدورنو اینجا اشاره میکنه به این قضیه، میگه که ببین باز اینجا ما یه پارادوکس داریم، باید حواسمون باشه. پارادوکس بین یه جور سودای استانداردسازی رشته ها برای احتمالاً افزایش کارآمدی و تحمیل یک جور وحدت رویه بین جامعه شناسی مثلا در همه دانشکده ها در همه گروه های آموزشی، و از یک طرف دفاع از آزادی آکادمیک. بین این دو تا چجوری میشه پیوند برقرار کرد؟ اجازه بدید این رو این فرازش هم من بخونم تا مستقیما از زبان خود آدورنو وارد این پرابلم بشه. مطمئنم صفحه 17 رو دارم میخونم، عرضم به حضور شما که خط پنجم ششم از پایین. مطمئنم اگر میخواهید جامعه شناسی بخوانید خوب است که با درس گفتاری مقدماتی شروع کنید و همزمان در برخی درس گفتارهای تخصصی در مورد تکنیک های تجربی یا حوزه های خاصی که به آنها علاقه دارید شرکت کنید. ولی گمان میکنم خودتان باید راهتان را در این موجودیت آشفته که جامعه شناسی نام دارد پیدا کنید. امیدوارم مرا ببخشید اگر همچنین بگویم که اگر کسی ایده آزادی را جدی بگیرد که در حوزه آکادمیک، یعنی آزادی آکادمیک یا انتخاب آزاد تحقیق است که گمان میکنم شما هم به اندازه من به آن اهمیت میدهید، در این صورت این ایده همچنین تا حدی در مورد انتخاب واحد دانشجویانی صدق میکند. اگر قرار بود طرح درس دقیقی برای این رشته پی بریزیم و شما را مجبور کنیم طبق آن درس بخوانید، خب همه ما میدونیم که داستان در گروه های جامعه شناسی در ایران و تقریبا همه گروه ها در دانشگاه ایران از همین حیثه طرح درس های از پیش تعریف شده ای که تکلیف آنچه که باید خواند آنچه که باید آموخت و انگار قرار از صفر تا صد روشن بکنن و عموما هم ساختاری به شدت صلب و درس های به شدت تکراری و ترس و طرح درس های به شدت تکراری تر و استاد های باز به شدت تکراری تر شاملش میشه. چنین چیزی چنین کاری قطعا بعضی چیزها رو آسان‌تر میکرد و خب به هر حال ذهن آسان پسند ما این رو میپسنده، نه؟ چنین کاری آن عده از شما را که اساسا به امتحان علاقه دارید و این باعث نمیشود ارج و قرب شما در نظرم کمتر شود، در موقعیتی قرار میداد که با اطمینان بیشتری نسبت به اوضاع فعلی به هدف خود دست یابید. اما از سوی دیگر چنین کاری حدی از کنترل
و استانداردسازی را به این رشته جدید و هنوز نسبتاً آزاد، آزاد به سبب جدید بودنش، خیلی نکته مهمیه که جامعه شناسی هنوز این قضیه صدق میکنه بعد از 60 سال بعد از آدورنو، هنوز به نسبت خیلی از رشته‌های دیگه جامعه شناسی آزادتره، البته در ایران که مثلا داستانش فرق میکنه. دقیقا میده که جدیده، یعنی هنوز تعین مشخصی پیدا نکرده، آزادی عمل بیشتری وجود داره یا قرار وجود داشته باشه. آدورنو از این استقبال میکنه و در واقع به دانشجویان داره توصیه میکنه که از این آزادی استقبال کنید، بس عوض دنبال یک مسیر مطمئن استاندارد گشتن برای اینکه چی بخونیم، از کجا شروع کنیم، فلان فلان فلان، این مسیر جامعه شناسی خوندن یا هر رشته شبیه به جامعه شناسی خوندن اتفاقا تا جایی که واجده عذر میخوام تا جایی که واجده حدی از آزادی عمله لذت بخشه. اما از سوی دیگر چنین کاری حدی از کنترل و استانداردسازی را به این رشته جدید و هنوز نسبتاً آزاد به سبب جدید بودنش وارد میکرد و گمان میکنم چنین امری کاملا در تقابل با آن چیزی میبود که شما میخواهید با مطالعاتتان به آن دست یابید. پس اینجا هم باز یه تعارضی هست، تعارضی بین استانداردسازی از یه طرف و آزادی آکادمیک از یک سمت دیگه. آزادی آکادمیک یعنی شما خودتون باید مسیر خودتون رو پیدا بکنید، یک مسیر تعریف شده، یه صلب از پیش مشخصی وجود نداره. استانداردسازی یعنی همه چیز از قبل تعریف شده است، کتابها، منابع، درسها، استادها و غیره و غیره و غیره. مشخصه که ما در ایران با این سمت ماجرا سر کار داریم. البته یه جور استانداردسازی کج معوج، چیزی اصلا استانداردی به یک معنی وجود نداره، اما چیزی که وجود داره چارچوب‌های صلبی هستند که هر کسی که وارد رشته جامعه شناسی میشه و گرفتار این چارچوب های صلب میشه، همون تر درس های برنامه های درسی معروف 140 50 واحدی که همه باید طی بکنن، حالا این وسط معز خالی نبودن عریضه 20 30 تا واحد مثلا اختیاری هم گذاشتن که دانشجو بتونه مثلا انتخاب بکنه. ولی از این قصه بیایم بیرون، قضیه رو توی یک مقیاس کلی تر ببینیم. این مقیاس کلی تر چیه؟ مقیاس در واقع کلیتر یه دو قطبی داره، دو قطبی این سمت، یه جور استقلال فکری و آزادی پژوهشگری از یه سمت، خب مستلزم حدی از شجاعت، یعنی شما باید شجاع باشید، چون که آدورنو در ادامه میگه خودتون در تاریکی راه خودتون رو پیدا بکنید، و اون سمت ماجرا یک مسیر ارزم به حضور شما که تکراری مشخص که احتمالاً یه سری استاد یا یه سری مشاور از قبل آمادن که منابع رو، درس ها رو و مسیر رو و نحوه فکر کردن رو و هزار یک چیز دیگر از پیش به شما تحمیل بکن. از یه طرفی ذهن و روح و روان ها که به دنبال آسایش و اطمینان و یه جور گریز از دردسر و دغدغه و اینجور چیزاست، این سمت استانداردسازی ماجرا رو میپسنده، ولی از یه سمت دیگه روح آزادی اقتضاءش همین استقلال فکری است. خب آدورنو میگه تکلیف روشنه که دست کم من از کدوم سمت ماجرا دفاع میکنم، این سمت، به رغم همه هزینه هاش، همه استراب هاش و همه گیر و گرفتاری هاش. آزادی آکادمیک، ممکن بارها شما رایتون رو گم کنید، ممکن بارها به در دیوار بخورید، بارها سرتون رو بخارونید، بار از خودتون بپرسید که من الان کجام، الان چه کتابی باید بخونم، فردا چه کتابی بخونم، امروز به چی باید فکر کنم، فردا به چه چیز دیگه باید بیاندیشم. ولی اتفاقا گشودگی به روی خود این آزادیه که استقلال فکری شما رو تضمین میکنه و رشته کارها رو به دست هیچ استاد، مشاور، نمیدونم ارزم به حضور شما، راهنما و اینجور چیزا نمیده. یعنی کلی آدمی که منتظرم مثل گرگ که ارزم به حضور شما راه و چاه نشون بدن، و این فقط هم در قبال جامعه شناسی صدق نمیکنه، در قبال کل دانشگاه و کل نظام آموزشی ما، از آموزش عمومی تا آموزش به اصطلاح عالی صدق میکنه. گرگ های منتظر راهنمایی کردن شما و منتظر هدایت کردن شما، حالا اسم هاشم بمانه. فکر میکنم بنیاد مسئله آموزش، چه آموزش عمومی چه آموزش عالی، از صفرش تا صدش، حالا صفرش رو احتمالا میدونیم کجاست، صدش رو نمیدونیم کجاست، ولی میباید، چون که آدورنو به درستی توجه ما رو بهش جلب میکنه، بر بنیاد استقلال سوبژکتیو و آزادی تفکر باشه، حتی اگر به قیمت این تمام بشود که
بارها بارها ما گم بشیم، بارها بارها راهمون رو عرضم به حضور شما که در تاریکی مطلق گم بکنیم و ندونیم از کدوم سمت باید رفت. این به هر شکلی از عرضم به حضور شما استاندارد سازی و کنترل تفکر و جهدهی به عرضم به حضور شما آموزش تحت هر نامی و تحت هر عنوانی میچربه. اینجا هم حرف رفیق ما تئودور آدورنو دقیقا همینه. جامعه شناسی هم احتمالا بیشتر از رشته های دیگه به سبب همین جدید بودنش از یک جور موهبت آزاد بودن برخورداره، هنوز اونقدر چیز نشده، متعین و فیکس و صلب نشده، گرچه بعد از 60 سال قضیه به اون خوشبینی که آدورنو داره البته نیست. امروز جامعه شناسی هم همون بلا به ویژه در اون دانشگاه ها سرش اومده و خب این عملا مترادف میشه با یک جور تعطیلی تفکر. دانشگاهی که عوض اینکه شجاعت تفکر کردن رو به دانشجو بده، اونها رو تبدیل میکنه به ارزم به حضور شما آدم های مطیعی که باید دنبال این باشن که 20 واحد این ترمشون رو درست بردارن، 20 واحد ترم بعدی رو هم بردارن. ارزم به حضور شما درسشون رو خیلی خوب بخونن، امتحانشون رو خوب بدن و ارزم به حضور شما بچه ها تا نهایتا به آدم های موفقی تبدیل بشن. و این وضعیت، وضعیت مولد تفکر انتقادی مطمئنا نیست، چه در جامعه سیاسی چه در هر رشته دیگه. من اجازه میخوام جلسه امشب رو همینجا به پایان ببرم، چون احساس میکنم که به قدر کافی ذهنم متمرکز نیست. نه اینکه ذهنم متمرکز نیست، حرف زیاده، اونقدر حرف حرف هم تو باد هواست، ولی به هر حال اونقدر نکته، موضوع، مسئله لابلای این بحثا به ذهن من میرسه که احساس میکنم رشته کلام رو دارم گم میکنم و شما رو هم بدتر به سرگیجه میاندازم. بعد بیشتر از این ادامه نمیدم. به سر پاراگراف دوم صفحه 18 من توقف میکنم. یه ذره میاندیشم در این هفته که آیا اساسا میتونم این کتاب رو به معنای حالا با شما ترمیم بذارم یا نه، واقعا از دست من ساخته نیست و بیشتر ممکنه ذهنتون آشفته میکنم و موضوع تو موضوع میکنم. برحال باید بیشتر فکر کنم. اگر که به این نتیجه رسیدم که نمیتونم دیگه، میام اعلام میکنم دیگه، میام نمیشه و این کلاس رو کنسل میکنم. ولی باید به من زمان بدید که یه ذره با خودم کنار بیام، ببینم چجوری باید این بحث ها رو مطرح کرد. به هر حال از اگر که بذاری شلوغ شد جلسه امشب، من عذر میخوام و در این حال ممنونم که تا اینجا تحمل کردید. شب بخیر.